ضمن عرض درود و احترام خدمت تمامی همکاران عزیز و کسانی که ما را از طریق لایو یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر مشاهده می کنند، جلسه امروز یکی دیگر از جلسات در واقع حق اعتراض هستش که توسط کمیته زنان برگزار میشه. امروز 23 نوامبر 2022 برابر با 2 آذر 1401 هستش و در این جلسه ما با موضوع عملکرد یونیسف و سازمان ملل در قبال جنایت جمهوری اسلامی ایران و با مهمان عزیزمون خانم شراره مهبدی در خدمت شما هستیم. اما در ابتدای جلسه از سرکار خانم آیلار اسماعیلی تقاضا میکنم که گزارش و آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری رو اعلام بفرمایند و بعد از گزارش خانم اسماعیلی با موضوعی که خدمتون اعلام کردم به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت. سرکار خانم اسماعیلی عزیز، ما در اختیار شما میشنویم که گزارش بدید لطفا چه اتفاقاتی تو این مدت افتاده، بفرمایید. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد از 26 شهریور 1401 تا 1 آذر 1401 437 نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست دادند که 61 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. خبرگزاری هرانا تعداد بازداشت شدگان را هم تا پایان 1 آذر 18,055 نفر اعلام کرد و افزود از این تعداد هویت 3,162 تن مشخص شده است. با ورود به آذر ماه در سومین ماه از آغاز اعتراضات مردمی، شمار شهرهای معترض نیز به 155 شهر افزایش یافته است. 142 دانشگاه کشور نیز به اعتراضات پیوستند که در این میان 549 دانشجو بازداشت شدند. تا این روز همچنین 1075 تجمع شهری و دانشگاهی در سراسر کشور صورت گرفته که کماکان با برخورد خشونتبار از سوی نیروهای امنیتی همراه بوده است. بر اساس گزارش‌ها، بخش قابل توجهی از 1075 تجمع در استان‌های غربی بوده و در روز سه‌شنبه شاهد حمایت از این استان‌ها در شهرهای تهران، شیراز و زاهدان بودیم. اعتراضات در روز سه‌شنبه جنبه دیگری نیز داشت و با اعتصاب در بخش‌های مختلف همراه شد. روز گذشته کارگران پالایشگاه 11 مشمع پارس جنوبی دست از کار کشیدند و اعتراض کردند و به اعتصاب دست برداشتند. بر اساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، شاهد اعتصاب گسترده مغازه‌داران در شهرهای سنندج، مریوان، سقز و بانه بودیم. کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان نیز اول آذر ماه دست به اعتصاب زدند و دلیل اعتصاب خود را سوء مدیریت و حقوق‌های پایین کارگران و حقوق‌های نجومی مدیران اعلام کردند. در تهران نیز اعتصاب رانندگان پایانه باربری اکبرآباد در نسیم شهر شکل گرفت که رانندگان شعار راننده با غیرت حمایت حمایت سر دادند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین اعتصاب کارکنان پیمانی پالایشگاه 11 فاز 11 13 پارس جنوبی در روز سه‌شنبه را در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان نشان داد. کارکنان شرکت خودروسازی بهمن موتور در تهران نیز روز سه‌شنبه اول آذر ماه پس از اعتصاب و دست کشیدن از کار در تجمع خود شعار درآمد دلاری کارگر ریالی سر دادند. یک شنبه 29 آبان ماه 1401 هنگام قاضیانی بازداشت شد. خانم قاضیانی با اتهام ارتباط با رسانه‌های معاند و ضد انقلاب بازداشت شده است. بیشتر هنگام قاضیانی، بازیگر سینما و تلویزیون در حمایت از اعتراضات سراسری با برداشتن حجاب اعتراض خود را نشان داده و در صفحه شخصی خود نوشته بود شاید این آخرین پست من باشد. از این لحظه به بعد هر اتفاقی برایم بیفتد بدانید که من تا آخرین نفس کنار مردم ایران هستم. 14 زن معترض که در جریان اعتراضات دستگیر شدند، کماکان در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبرند. مرضیه زیاری، شهین حداد لاریجانی اهل آمون،
آتنا یوسفیان، فرهناز ناظری اهل قائمشهر، رعوفه میرباقری اهل رامسر، سارا نام خانوادگی نامشخص اهل ساری، کتایون نام خانوادگی نامشخص و نسیم فاخر اهل بهشهر در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ساری در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبرند. همچنین هویت 6 زن معترض بازداشتی دیگر که در زندان تونکابون در بازداشت به سر میبرند، مژگان کابوسی، مهسا زاهپشت، رها نام خانوادگی نامشخص، فاطمه نام خانوادگی نامشخص، سارا نام خانوادگی نامشخص و پونه نام خانوادگی نامشخص اهل نوشهر توسط ارگانهای دولتی احضار شدند. به گفته یک منبع مطلع، خانم حداد لاریجانی از مشکلات جسمی رنج میبرد و به رسیدگی پزشکی احتیاج دارد. از این میان این شهروندان مژگان کابوسی، زندانی سیاسی سابق در تاریخ 31 شهریور، رعوفه میرباقری، فعال حقوق زنان در تاریخ 4 آبان و مرثیه زیاری، فعال حقوق زنان اوایل آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. خانم کابوسی سپس در تاریخ 5 آبان ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان تونکابون منتقل شد. مژگان کابوسی پیشتر نیز از بابت فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است. وی در جریان اعتراضات آبان 98 بازداشت و به تحمل حبس محکوم شد. او نهایتاً در دی ماه سال گذشته پس از تحمل 20 ماه حبس از زندان کچویی کرج آزاد شده بود. سودا مناری، لیلی سادات و لیلا منصور فعال حقوق زنان توسط نیروهای امنیتی به ترتیب در شهرهای اردبیل، مشهد و تهران بازداشت شدند. از میان این شهروندان خانم منصور پس از بازداشت شدن به زندان اوین منتقل شده است. همچنین امیر نظرک، دانشجوی دانشگاه علم و فرهنگ، توسط نیروهای امنیتی در تهران در این میان بازداشت شده است. غزل رنجکش، دانشجوی رشته حقوق بندرعباس، روز 24 آبان زمانی که از محل کارش به خانه باز میگشت، بر اثر شلیک گلوله ساچمه‌ای توسط فردی که گفته میشود یک مامور لباس شخصی حکومت جمهوری اسلامی بود، بینایی چشم راستش را از دست داد. غزل در پستی در حساب اینستاگرام خود ماجرای اصابت گلوله به چشمش را توضیح داده است. او در این پست نوشته است: من فقط بعد از 4 ساعت سر کلاس بودن و 9 ساعت کار کردن داشتم به خانه برمیگشتم تا استراحت کنم. زمانی که به همراه مادرش در راه بازگشت به خانه بود، متوجه شد مردی مسلح به سوی آنها نشانه رفته است و غزل خود را سپر بلایی مادرش کرد. این خبرهایی که خدمتتون عرض کردم و آماری که گفتم تنها گوشه‌ای هستن از اتفاقاتی که در حال حاضر داره توی کشورمون میفته و در ادامه با صحبت خانم محمودی هستیم. سپاس بانو اسماعیلی عزیز، ممنون از گزارشی که دادید. متاسفانه اخبار ناگوار. خانم محمودی گرامی، در خدمت شما هستیم. با من یک بار دیگه موضوع رو بگم، عمل کرده سازمان ملل و یونیسف در برابر جنایت های جمهوری اسلامی که ما در اختیار شما میشنویم. شما رو بفرمایید، خواهش میکنم. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که مادران سیاه پوش، داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند. درود خدمت شما و همه بینندگان عزیز و مام وطن که این روزها دادخواه و عرض تسلیت به تک تک عزیزانمون که در ایران این روزها داغدار جوانان و نوجوانان هستن. و سپاس بیکران از همکاران عزیزم در کانون دفاع از حقوق بشر به خاطر فرصتی که به من دادی تا بتونم در این برنامه شرکت کنم و با هم دیگه در خصوص این موضوع صحبت کنیم. واقعا وقتی که خانم آیلار داشتن این خبرها رو و این اعداد و این رقمها رو میخوندن، داشتم با خودم فکر میکردم که مرز دیپلماسی با جمهوری اسلامی چند لیتر خونه واقعا. یعنی آدم دلش به درد میاد، ناراحت میشه، غمگین میشه، چون اینها اصلا عدد نیستن، اینها جان انسانهایی هستن که هر روز و هر روز توسط جمهوری اسلامی کشته میشه. امروز همونطور که
خانم بیرجندی عزیز گفتن در مورد عملکرد یونیسف و بقیه سازمان ها و نهادها میخوایم صحبت کنیم و اینکه چرا اصلا در رسانه های جهانی با به رغم تلاش هایی که هم فعالان حقوق بشر هم فعالان سیاسی و حقوقدانان دارن انجام میدن و ما داریم تلاش میکنیم که صدای عزیزانمون باشیم، چرا صدای ما کمتر اکو میشه و یا به صورت یا در نهایت به شکل یک بیانیه هست و رفتارهای جدی رو ما از طریق این سازمان ها یک رفتار برخورد جدی رو باهاش روبرو نمیشیم؟ و این مسئله مطمئناً همونطور که برای من سوال بوده بعد از ویدئویی که توی این هفته وایرال شد و آلمانی که زنگ زده بود به یونیسف، برای تک تک ایرانیان مطمئناً این سوال پیش اومده و یک ذره ما که هر کدوم داشتیم توی یک بخش شروع به کار کردن کرده بودیم، شاهکامون تیز شد که ببینیم اصلا داره چه اتفاقی میفته و چرا یونیسف که بازوی اجرایی سازمان بین الملل هست در خصوص حقوق کودکان، که من الان آیلار عزیز که داشت اعداد رو یعنی داشت آمار رو میداد فکر کنم گفتن 61، حالا اگر من اشتباه میگم چون من 57 تا رو که قبلا آمار رو دیده بودم و بعد مرگ بهادر ویسی هم که حالا ما 58 تا و فکر میکنم در 3 روزی که گذشته احتمالاً همون 61 درست باشه. البته این آماری هست که ثبت شده و به احتمال زیاد تعداد افرادی که کودکانی که در این مدت کشته شدند خیلی بیشتر هست. اگر اجازه بدین قبل از این که بخوایم بریم در مورد عملکرد یونیسف و سازمان‌های دیگه صحبت کنیم، اصلا یک صورت مسئله برای خودمون به وجود بیاریم که الان توی کشورمون در مورد مسائل کودکان با چه مسائلی ما روبرو هستیم. از ابتدای یعنی بعد از قتل حکومتی مهسا و تظاهرات و اعتراضاتی که ما داشتیم، اتفاقهایی که در مدرسه ها می افتاد و دانش آموزهایی که به صورت فلهی بازداشتشون می کردن که باز طبق کنوانسیونی که خود جمهوری اسلامی در سال اسفند سال 1372 امضا کرده، باز اگر من تاریخ رو دوستم چون دارم از حفظ میگم اشتباه میگم من رو در ادامه اصلاح کنید، اصلا کودکانی که زیر 18 سال هستند رو نباید در زندانها اونها رو نگهداری کنیم و ما در این مدت شاهد آمار و ارقام هایی بودیم که از این کودکان که در زندانها نگهداری میشدن در کنار زندانیان بزرگ سال و ما هیچ آماری از تعداد کودکان بازداشتیمون به صورت واقعی نداریم، نمیدونیم چقدر از کودکان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، چه تعداد از کودکانمون کشته شدند و اینها همش در حالی از ابهام هست. ولی خب با تلاشی که فعالین حقوق بشر انجام میدن یک سری از این اسامی و این افراد ثبت شده و ما میبینیم که جمهوری اسلامی داره برخی از کودکان رو به این شکل بازداشت میکنه، برخیشون مورد ضرب و شتم قرار میده، بعضیشون رو داره، برخی از کودکان ما دارن کشته میشن، بعد برخی از کودکان رو این روزها داره به عنوان کودک سرباز استفاده میکنه. تصاویر زیادی از این کودک سربازها بیرون اومده، در همین اواخر تصاویری به دست خود من رسیده بود که توی شاهرود به این کودکان داشتن چطور اسلحه به دست گرفتن رو نشون میدادن که حالا یکی از افرادی که اونجا بود توی اون مدارس این عکسو گرفته بودن برای ما ارسال کردن و عده‌ای از کودکان ما که همونطور که همه این سالها داشتیم در موردش صحبت میکردیم و میکنیم کودکان کار هستند و یعنی واقعا داریم فکر میکنیم که پس چی باقی میمونه. یعنی الان این همه دسته هایی که ما گفتیم، چه تعداد از کودکان ما در این روزها دارن در آرامش و امنیتی که باید برای یک کودک وجود داشته باشه
زندگی میکنن و اینها مسائلی هست که بسیار بسیار مهمه و ما باید بهش بپردازیم و میدونیم که حفاظت از کودکان در مقابل خشونت یکی از مفاهیم مهم و یکی از پنج اصل مهم یونیسف و در زمانهایی که بحران وجود داره یونیسف موظفه که از حقوق کودکانی که مورد خشونت قرار میگیرن محافظت کنه، از جان کودکان محافظت کنه. این یکی از وظایف مهمشه و این اتفاقهایی که این روزها در ایران داره میفته که ما شاهد حمله به مدارس هستیم که طبق اعلامیه ها و مواد و مفاد و اساسنامه ها و کنوانسیون هایی که توی جامعه بین الملل هست، این رفتار مثلا حمله کردن به مدارس خودش برابری میکنه با جنایت علیه بشریت. یعنی اگر جنگ بین دو کشور هم باشه حق حمله به مدارس وجود نداره، ولی ما این ویدیوهایی که به دستمون میرسه متوجه میشیم که به مدارس حمله میشه، به تیراندازی میشه، مورد خشونت قرار میگیرن و خب اینها همواره گزارش‌هاش از سمت افرادی از ایرانیان، ما شاهد این مسئله بودیم یا شاید خودمون هر کدوم از ما این کار رو کرده یا حالا مهتاب کرامتی که استعفای خودش رو اعلام کرد، ولی در همون ماه اول بود که یک استوری گذاشته بود و گفته بود که من این اسامی رو فرستادم و ما در بین این نهادها فقط نهاد عفو بین الملل رو داشتیم که یک بیانیه در همون ابتدا داد که اون هم بازوی اجرایی نیست، یعنی ناظر نیست، یعنی فقط به عنوان یک ناظر و یک نهادی که داره یک گزارشی میده، که اتفاقا حالا این نهادها اگر این گزارش ها و این مستندسازی ها رو هم انجام بدن بسیار بسیار خوب هست. اون تنها کسی بود که این کار رو انجام داد و بعد از اینکه ویدئویی که از طرف اون آلمانی وایرال شد و فشارهایی که از طریق هشتگ ها، از طریق افراد، رسانه ها به یونیسف اومد، در روز جهانی کودک ما بیانیه‌ای که به طور کلی برای کودکان خاورمیانه داده بود، یک بخشش رو هم به کودکان ایرانی یونیسف اختصاص داده بود و در اونجا از مرگ 50 کودک و مرگ کیان صحبت کرده بود که حتی این بیانیه در از طریق یونیسف، یعنی دفتر یونیسف در تهران هم بازنشر نشد و خب این یک فاجعه هست و ما میدونیم که یعنی یکی از مسائلی که ما باهاش روبرو هستیم اینه که یونیسف به عنوان بازوی اجرایی باید بیاد این بحران رو، این مسئله رو، این مشکل رو در ایران به عنوان یک بحران، یک مسئله به رسمیت بشناسد تا بعد بتونه، تا بعد بیاد و براش کاری رو انجام بده. ولی ما با توجه به بازخوردهایی که از طرف اون سازمان داشتیم اصلا نشون نمیده بود که ما مثلا بگیم که این مسئله اصلا به رسمیت نشون داده شده و این روزها حالا من دوست دارم اگه چیز باشه، یعنی صحبت خودم رو اینجا با یه سوالی تموم کنم و ادامه بحث ها و صحبت ها رو بیایم و یعنی در حد همون رفت آمد و توی اون گفتگو داشته باشیم. این سوالی که اینجا برای خود من به وجود میاد این هستش که چرا همچین اتفاقی میفته؟ اولا ما به عنوان یک سری افرادی که فعال حقوق بشر هستیم چه وظیفه‌ای داریم؟ چیزی که به ذهن خود من میرسید این بود که مثلا وقتی که جمهوری اسلامی میاد شروع میکنه به گرفتن این اعتراف‌های اجباری
شاید اونها رو مستند میکنه به وسیله یه سری آمار و امضاهایی که از خانواده ها میکنه میگیره، چون که ما میبینیم که جنازه ها هم توسط جمهوری اسلامی دزدیده میشه و بعد از اونها میخوان که پول بدن یا یک سری مواردی رو امضا کنن تا جنازه بچه هاشون بهشون بدن. و ما توی بحث کیان عزیز داشتیم که خانوادهش خیلی وحشتناک بود به خاطر اینکه جنازه رو تحویل سردخونه ندن، اون رو توی خونه خودشون نگهداری کرده بودن، ولی باز هم این اعترافات اجباری رو از مادر کیان گرفتن. به زعم خود من این بود که شاید لابی هایی که جمهوری اسلامی در بیرون از ایران داره با گرفتن این اعترافات اجباری، این امضاها از خانواده ها، داره به شکل دیگه ای سفید نمایی میکنه، یک جور دیگه داره به این سازمان ها نشون میده و این دلیل میشه که اونها واقعا مثلا این ربطش میده به سازمان های تروریستی یا به گردن نمیگیره. و ما هم هنوز مرگ یک کودک رو ندیدیم که جمهوری اسلامی به گردن بگیره، یا مثلا دیدیم که تصاویر این کودکان رو میزنه و بهشون میگه شهید و برای کیان این مسئله رو باهاش مواجه بودیم. این سوال بر من پیش میاد که یعنی من دوست دارم دوستان دستشون بلند کنن و توی این قسمت مشارکت کنن که آیا واقعا این مسئله میتونه یکی از دلایلی باشه که جامعه جهانی داره کم توجهی میکنه یا بی توجهی میکنه نسبت به اتفاقاتی که توی ایران میفته و واقعا کشتار کودکان هست و این آمار کمی نیست در طول این دو ماه. تموم شد صحبتتون خانم مهبودی، بسیار عالی. در رابطه با صحبت که شما فرمودین منم خواستم یه چیزی بگم. اول حالا با این صحبت شما یکم از یونیسف فاصله میگیرم، ولی دقیقا همینی که میفرمایید، این سناریوی نخنمایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه، برنامه ریزی هایی که از قبل برای اقداماتش برای جنایتاش برنامه ریزی میکنه، اجرا میکنه و وصف میکنه، من اتفاقا دقیقا این پیامو دیدم از سازمان ملل که نوشته شده بود. البته بعد از 60 نزدیک 70 روز که من فهم کنم انقدر فشار اومد به این مسئله از مردم یا حالا در واقع سیاست مداران کشورهای اروپایی که این حرف شده، که دقیقا همینو گفتن که اطلاعاتی که کشور ایران بهشون، گزارشاتی که ایران میده بهشون دقیقا همینه که یا از پشت بام افتادن یا خودکشی کردن و چیزایی به این صورت. کیان عزیز رو هم اگر به عنوان شهید پذیرفتند اعلام کردند، چون از قبل برنامه ریزی این در واقع سناریو رو داشتن که حالا این اتفاقا برای این کودک خردسال افتاد و به این صورت تونستن ازش سوء استفاده کنن. من صحبتم رو کوتاه میکنم. آقای سامانی اگر درست بگم شما رو بشنویم. درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همکاران و تشکرم میکنم در وقتی که در اختیار من گذاشتید. به نظر من ببینید کشورهای خارجی که موضع قاطعی الان نمیگیرن، حالا همشون در همه قسمت ها، این انقلابی که الان پیش اومده تو ایران فعلا مردمیه، کشورهای خارجی توش دخالت نکردن مثل انقلاب 57. پس بنابراین کشورهای خارجی الان ایستادن ببینن که به کجا میرسه. دو، کشور ما اصلا یکی از مشکلاتی که ما بعد از انقلاب بهش برخوردیم بحث انرژی هست که تو مملکت ماست. کشورهایی که میتونن موضع قاطع بگیرن بر علیه ایران محتاج انرژی هست و بیشتر انرژی هم که ما داریم گازه. پس بنابراین الان به این صورت نمیتونن موضع بگیرن، نمیتونن بیان سپاه را حتی تحریم کنن. در حرفاشون میگن ولی تحریم نمیکنن. میان مثلا به فرض فرمانده سپاه را تحریم میکنه، اون اصلا نمیره خارج کشور، نیازی نداره. به حال ببینید به این شکله باید به جایی برسن کشورها، اولا که بیان دخالت کنن تو انقلاب، یا اینکه بیان چیکار کنن مطمئن بشن که انقلاب به سرانجام خواهد رسید، بعد شروع میکنن موضع گرفتن. پس بنابراین ماها نباید انتظاری به نظر بنده که انتظاری داشته باشیم که سریع بیان محکوم کنن، حقوق بشر بیاد محکوم کنه، یونیسف بیاد اینا رو محکوم کنه و کشورهای دیگه خیلی سریع وارد عمل بشن، این اتفاق به این زودی نخواهد افتاد نظر بنده است.
ممنون. ممنون آقای سامانی. اما واقعا حقوق بشر در واقع نباید اینجا سیاسی بخواد یا یونیسف بخواد سیاسی برخورد بکنه. این از یک کاملا متفاوته و در واقع این سواله، این مسئله میره زیر سوال. خانم محمدی عزیز بفرمایید، درود بر شما. درود به همه شرکت کننده ها. بله، من هم کاملا با آقای اسمشون رو درست نتونستم بخونم موافقم با ایشون که الان صحبت میکردن، چرا که الان وضعیت نه تنها وضعیت، البته وضعیت ایران قابل مقایسه با وضعیت کشورهای دیگه نیست مسلماً، اما وضعیت در کشورهای اروپایی یا حالا کشورهای دیگه هم دست کمی از یعنی الان وضعیت خوبی ندارن و واقعاً چیزی که به قول معروف ایران تو دستش داره انرژیه و این خودش باعث بزرگترین چیز مسلمن و اینکه منافع این وسط همه متاسفانه الان همه میترسن. حالا نمیشه گفت، الان نمیشه گفت دقیقا حالا از جنگ جهانی سوم یا هر چیز دیگه، اما واقعا میترسن از اینکه مبادا واقعا رفتارهای روسیه بدتر بشه و واقعا نیاز اینها شدیداً به انرژی شدیداً زیاد باشه. و اینکه به نظر من درسته، به نظر من کارشون اشتباهه، کار اشتباهه، یه جای میلنگه، اما خب ایران هم به خوبی متاسفانه داره از یعنی اطلاعات غلط میده و داره انگار به نفع خودش همه خبرها رو کذب میکنه و این متاسفانه داره باعث میشه که، و از طرفی هم بحرانی که الان توی کشورهای دیگه وجود داره باعث میشه که به نظر من یکم ضعیفتر نسبت وضعیت ایران اقدام بشه. حالا من نمیخوام بگم خب شرایط افغانستان هم، من نمیخوام بگم ما حقوق بشر برامون مهمه، چه کشورهای دیگه برامون مهمه، اما ما همونطور که ما چند ماه اخیر که وضعیت افغانستان رو دیدیم، خب با افغانستان جور دیگه ای رفتار شد، حالا چه پناهنده هایی که اونجا بودن چه پناهنده هایی که اینجا بودن، در صورتی که وضعیت ایران به نسبت میشه گفت چند برابر افغانستان به نظر من افتضاحه. کشته هایی که ایران داده به نظر من یک دهمش هم افغانستان نداد. بله کشور به دست چیز افتاد، ولی خب خونی که ایران پایمال شده یک دهمش هم توی افغانستان پایمال نشده بود، اما به دلیل اینکه به نظر من منافع آنچنانی برایشون نداشت و از طرفی تأثیری نداشت توی شرایط خودشون، به نظر من، نظر شخصی من البته نمیدونم تا چه حدی درسته یا نه، خیلی مهم گرفتن این اتفاق رو. اما خب نمیدونم، حالا امیدوارم که از این به بعد اتفاقات جالب بهتری برای ایران بیفته یا حالا نتیجه گیرهایی که اینا میکنن یا هر چیزی به نفع ایران باشه، اما خب فعلا شرایط زیاد نظرم جالب نیست. مرسی که گوش دادید. ممنون خانم محمدی عزیز. حالا دوستان صحبتایی که اینجا انجام میشه واقعا باید نظرات همه شنیده بشه و هیچ مسئله نیست، هر کسی با هر نظری که از قابل احترامه و ما شنونده صحبتای شما عزیزان هستیم. خانم محمودی عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. سپاس از مشارکت دوستان. بله صحبتی که شما دارید میکنید یک دیدگاه که درست هم هست اگه بخوایم یک نگاه گزارشی داشته باشیم به قضیه، ولی حقیقتا یونیسف به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل وظیفه داره با گزارش دهی متوجه کنه بقیه نهادها رو و با قطعنامه و جلسه گذاشتن و فشار آوردن به نماینده ویژه سازمان حقوق بشر که در ایران وجود داره اونو وادار کنه که پیگیری کنه و از اون بخواد که اون تعداد کودکان رو بگه. یعنی باید در وهله اول یونیسف بیاد این بحران رو به رسمیت بشناسه در ایران.
یکی از دلایلی که انجام وظیفه نکردن، عکس العملی نشون ندادن در این شرایط، به خاطر این بوده که اینها این بحران رو به رسمیت نشناختن، یعنی نقض حقوق کودک و کشتار کودکان در ایران به رسمیت شناخته نشده. مسئله اینه که باید ما واقعا در ایران خودمون داریم میبینیم ما با کشتار کودکان مواجه هستیم. این عمل بر اساس کنوانسیون های چارگانه ژنو، بر اساس قوانین بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت، به عنوان جرم جنگی حتی میتونه محسوب بشه. یونیسف هم به عنوان یک بازوی اجرایی سازمان بین الملل در زمینه حفاظت از کودکان در برابر خشونت باید اقدامات خودش رو انجام بده. خیلی ها اصلا اون دفتر داره توی تهران. در غیر این صورت ما باید نگاهمون مطالبه گرمانه باشه دوستان، من فکر میکنم خب، یعنی در غیر این صورت باید دفترش توی تهران بسته بشه. یعنی اگر نمیتواند کاری رو انجام بده، اگر کیان ما کیان است، کیان کشورهای دیگر کودک است و همون چیزی که من در ابتدا گفتم چند لیتر خون کودکان ما لازمه تا شما این دیپلماسی و این گفتگو رو با جمهوری اسلامی نداشته باشید، خب ما مردم ایران باید تلاش بکنیم و بگیم که اصلا این دفتر بسته بشه. اصلا چرا باید همچین دفتری توی ایران وجود داشته باشه؟ و این مسئله این بوده که توی همین روزهای اخیر هم به وجود اومده. شاید خیلی ها بیان بگن که یونیسف داره توی ایران مثلا یه سری کارهای دیگه هم انجام میده در خصوص بهداشت، در خصوص تغذیه، خب یه سری کارهای انجام داده، داره انجام میده. ولی ما الان داریم در مورد حقوق اولیه کودکان صحبت میکنیم. حقوق اولیه کودک یعنی حق آزادی و حق حیات کودک. الان حق آزادی و حق حیات کودک در ایران با مشکل مواجه شده است. خب ما شاهد کشتاریم، شاهد شکنجهیم، شاهد جنازه دزدی هستیم، شاهد این هستیم که دارن فلهی کودکان رو میبرن، بازداشتشون میکنن. اصلا قانون اصلاح از تربیت کودکان رو واقعا نمیدونیم، اگه هم هست چجوری، اصلا خانواده از بچه هاشون خبر ندارن. و این که مثلا بخوایم بگیم که الان یونیسف باشد به خاطر مثلا یه سری حقوق ثانویه مثل آموزش پرورش بهداشت، که اصلا اساسا این الان موضوعیت نداره. ما اتفاقا باید خیلی طلبکارانه، خیلی مطالبه گرانه اینها رو مجبورشون کنیم پاسخگو باشن. اون موظفن طبق چیزی که خودشون نوشتن، طبق چیزی که خودشون امضا کردن. اصلا به همین دلیل این سازمان ها و این نهادها وجود دارن. اگر که میخوان به صورت ظاهری باشن، اصلا خود ما که اینجایی، یعنی ما به عنوان فعالان حقوق بشر، پس خیلی الکی کاری که داریم انجام میدیم. پس این تلاشمون تلاشی الکی، این همه مستندسازی که داریم انجام میدیم، اگه نتونیم نهادها رو توی کشورهای دیگه متوجه نقض حقوق بشر در ایران کنیم و اون رو متوجه کنیم که فشار بیاره روی جمهوری اسلامی، حداقل یک سری افراد رو بفرستن توی ایران برای اینکه بخوان ببینن واقعیت چیه. خب این که نشد، میدونید، یعنی نمیتونیم دست بذاریم رو دست. به نظر من ما باید کمک بگیریم از فعالای سیاسیمون، از فعالای حقوق بشر، از حقوقدانامون. ما باید ببینیم راه و چارش چجوریه، ما چطوری میتونیم این مسیر اداریش رو طی کنیم، ما به کجا باید نامه بدیم، ما با چه کسانی رو تحت تاثیر قرار بدیم و شروع کنیم به انجام دادن این کارها و این جامعه جهانی رو متوجه این قضیه بکنیم. یعنی هر چقدر هم ما بشینیم انشا بنویسیم فایده نداره. یعنی باید راهکار اداریش رو ما یاد بگیریم. حالا من نمیدونم، یعنی دوست دارم باز هم شما مشارکت کنید یا اصلا بگید که آیا واقعا بسته شدن یونیسف میتونه یه فشار باشه یا نه، ما مثلا از یه کارهای دیگه میتونیم استفاده کنیم، از یه روشهای دیگه میتونیم استفاده کنیم و اونها رو تحت تأثیر قرار بدیم. و چون اونها موظفن و هرگز نمیان بگن که مثلا ما به خاطر این ما داریم مماشات میکنیم با جمهوری اسلامی، نه، اونها این کارو نمیکنن. شاید در نهایت اگر ما آمارهامون و مستنداتمون رو ببریم، جمهوری اسلامی هم مطمئنن از طریق لابی هاش یک سری مستندات رو بفرسته، بگه ما میخوایم تحقیق کنیم ببینیم چه کسی داره راست میگه، چه کسی اصلا مسئول این کشتار هست. حداقل این پرونده باید در جریان بیفته. یعنی من اینطوری دارم فکر میکنم، ولی خب باز هم شما میتونید
نظرها و ایده های خودتون رو بگید، چون که من خیلی دوست دارم در نهایت وقتی که از اینجا میریم بیرون دست پر بریم و واقعا یک فعالیتی رو انجام بدیم در راستای حقوقی که داره ضایع میشه از کودکانمون در ایران و ما نباید ساکت بشیم و این مسئولیت اجتماعی تک تک ما هست به عنوان افرادی که میگیم فعال حقوق بشر هستیم. ممنون خانم محمودی عزیز. جناب آقای انصاری نژاد اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه کنم لطفا تصحیح کنید. درود بر شما، بفرمایید. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و با تشکر از توضیحات و نظراتشون بسیار استفاده کردیم. متاسفانه من با صحبت‌های خانم مهبودی کاملا موافق هستم. ما توی این زمینه هم تنها هست. سازمان یعنی بخش یونیسف سازمان ملل رسما اعلام کرد که هیچ نظری در رابطه با موضوعات سیاسی نداره. و من الان میگم خدمت شما، ما امروز نیست که کودکانمون داره کشته میشه. کودکان ما وقتی کشته شدن که توی مدرسه درودزن آتش گرفتن و درب روشون بسته بود. کودکان ما وقتی کشته شدن که توی سیستان و بلوچستان برای آوردن آب توسط اون تمساح‌ها یا گانده‌ها یا نخساز میشن یا کشته میشن. خب کم مونده بود دولت جمهوری اسلامی فقط کف خیابون با شلیک مستقیم بچهای ما رو بکشه، که خب این کار هم انجام داد. دیگه چه فکتی میخواد یونیسف که بیاد وارد عمل بشه؟ دیگه چه دلایل و چه مستنداتی میخواد که بیاد وارد عمل بشه؟ من با خانم مهبودی کاملا موافق هستم. هیچ کدام از این عدم حمایت ها نباید باعث بشه که ما ناامید باشیم. ما باید خودمون پشت بچه هامون در بیاییم. ما الان باید توی تجمعاتی که انجام میشه فوکس و تمرکز رو بذاریم روی حقوق کودک. در حقیقت توی خود تهران اگه تجمعاتی میخواد انجام بشه روی دفتر یونیسف انجام بشه و حق و حقوق بچه های خودمون رو از اینا بگیریم. حداقل قضیه اینه که اگر ثمری نده به صورت حالا فورس ماژور اقدامی انجام ندن، اما در بلند مدت میتونه تأثیر داشته باشه. من یه مثال کوچک بزنم خدمت دوستان. امیدی به نه سازمان ملل هست نه یونیسف هست و اون سایر بخش های سازمان ملل. سازمان ملل همون سازمانیه که بعد از جنگ جهانی دوم بچه‌های آلمانی توی همین آلمان، بچه‌های آلمانی که به زور به جبهه‌های جنگ توی جنگ جهانی دوم برده شدن، توی عمل ناجوان مردانه 11 میلیون نوجوان جوان آلمانی رو به عنوان برده به روسیه و آمریکا و فرانسه فرستادن تا خرابه‌های جنگ رو بازسازی کنن. مگر اون زمان بچه‌های آلمانی جنگ رو شروع کرده بودن؟ اونها هم قربانی هیتلر بودن. الان هم به همین صورت هست. خیلی رک شفاف و واضح بگم نظرم و خدمتتون، سازمان ملل، نهاد سازمان ملل و نهادهای زیر مجموعش کماکان به صورت سیاسی و مصلحتی دارن عمل میکنن متاسفانه توی کشورها. مطمئن باشید الان توی تمام این کشورهای صاحب قدرت اتاقهای فکری روز به روز داره رصد میکنه. یکی از دوستان محترم فرمودن شاید واقعا اونها نمیدونن و جمهوری اسلامی داره فریبشون میده. خیر، واقعا اینجور نیست. اینایی که میتونن توی اون مکانهای اتمی ایران دوربین مداربسته کار بذارن و ساعت رو از کار بندازن، چجوری این موارد از حرومن شمس رو نمیدونن؟ من کاملا موافقم که یک همدلی و همبستگی باید انجام بشه و یک تمرکزی توی تجمعات و توی فراخوان‌ها، توی تراکت‌ها در حمایت از کودکان و مخصوصا تجمعاتی در مقابل دفتر یونیسف توی تهران و این هم باید ادامه پیدا کنه، چون ما باید حامی کودکان سرزمین ما باشیم. خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. ممنونم از شما که مشارکت داشتید. خانم محمودی، من با اجازتون میخوام تو از صحبت‌های شما و دوستان به یه چند تا نکته اشاره کنم. آقای مهران یکم کار من رو آسان‌تر کردن که اشاره کردن به این موضوع که ما در واقع در مورد مسائل کودکان در ایران سال هاست که مشکل داریم. حالا مثالایی ایشون زدن، من میتونم به اعدام کودکان و حتی مشکلات کودک همسری که تو کشور ما بوده هم اشاره کنم. اینا موضوعاییه که سال هاست و فعالین حقوق کودک دارن فعالیت میکنن. اما موضوع مهم اینه که
در واقع یونیسف در ایران بیشتر از آنچه که خودش عملکردی داشته باشه نهادهای امنیتی ایران در یونیسف دخالت دارد. این دوستان رو ما نباید اصلا فراموش کنیم، یعنی اونقدر که نهادهای امنیتی خود ایران در یونیسف دارن کارا رو انجام میدن و اجازه نمیدن که کاری در یونیسف انجام بشه، شخصا خود این نهاد کاری انجام نمیده. پس این که من اولش گفتم نباید سیاسی باشه، دقیقا یونیسف در ایران در حال حاضر رفتارش و عملکردش کاملا سیاسی بوده و اینکه اعلام بکنه که باید با جمهوری اسلامی همکاری کنن، این کاملا داره اینو نشون میده. و مسئله مهمی که موجود داره اینجا اینه که واقعا باید اولا اون بیانیه که شما فرمودید که بسیار بیانیه منفعلی بود و واقعا هیچ تأثیری نداشت بعد از 50 و چند روز که اعلام کردن، و واقعا باید این اتفاق بیفته و دفتر یونیسف باید در ایران بسته بشه، باید اون مشروعیت جمهوری اسلامی از این طریق هم گرفته بشه. اما من صحبتم کوتاه کنم، من مقصر خودمونم میدونم. من شاهد پتیشن های بسیار زیادی بودم در این مورد، ولی با این روبرو شدم با 1400 امضا، 1500 تا حالا 2000 تا. اما پتیشن هایی که بالا رفت، من اینجا تو آلمان دیدم فقط 90,000 آلمانی اون پتیشن ها رو امضا کرده بودن در مورد همین کودکان یا کلن در مورد اتفاقاتی که در ایران افتاده، که اونها به قول معروف به شور و بررسی، حالا حتی اگه بخوایم بگیم هیچ تأثیری هم نداشته باشه، ولی به اون جایی رسید که روش بخواد صحبت بشه. این واقعا کمترین کاریه که حداقل میتونیم بگیم افراد خارج از ایران هستن. میدونم خیلی‌ها دارن زحمت میکشن واقعا، ولی اون اتحاد و همبستگی حالا در ایران که صحبتش میکنیم، تو اینجا تو خارج کشور هم خیلی مهمه. و امضا کردن یعنی واقعا زشته. خب من فهم کنم با یه پتیشن با 1500 تا امضا بره مثلا برای سازمان ملل، خب چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ علارغم اینکه بگیم میدونن چی هستش، علارغم اینکه بگیم اونا برای منافع خودشون دارن کاری انجام میدن، هر چیز، اما وقتی تعداد بالا میره و همچون که عرض کردم حدود 90,000 امضا فقط از خود کشور آلمان از مردم گرفته شد، تأثیراتی حداقل رو این گذاشت که یک شورایی مثل همین شورایی که فکر کنم فردا هستش سازمان ملل بخواد بذارن که بخوان بررسی کنن، حداقل تا این اندازه. اینا موضوعی بود که من میخواستم بگم و حالا در ادامه صحبت‌های سایر دوستان و خانم محمودی عزیز حالا میشنویم. اگه اجازه بدیم، آره من یه نکته تا بچه ها دستشون رو دیدن کسی بلد نیست در ادامه صحبت شما بگم. دقیقا 22 سازمان و نهاد مردمی که مدافع حقوق کودکان در ایران بودن یه بیانیه مشترک سوء استفاده حکومت از کودکان فقیر و محروم و محکوم کردن و نوشتن که در تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از اخبار این روزها کودکان و نوجوانان مناطق حاشیه با لباس‌های فرم باتون به دست دیده شدن که نشون میده متاسفانه از اونها برای مقابله با معترضان استفاده میشه، یعنی یه بخش از کودکان رو واقعا برمی‌دارن میبرن که بخش دیگه از کودکان رو سرکوب کنه. یعنی وقاحت رو جمهوری اسلامی به کجا رسونده من نمیدونم، یعنی اصلا براش اصلا مرزی نداره، اصلا وقاحت هیچ مرزی نداره برای جمهوری اسلامی. و امضا کنندگان بیانیه هم گفتن که اینها خلاف موازین انسانیه و مواد 32 و 38 پیمان نامه جهانی حقوق کودک، ممنوعیت هر گونه بهره کشی از کودکان، ممنوعیت استفاده کودکان در مخاصمات مسلحانه رو بهش تاکید کردن. و حالا این رو جزء یکی از کارهایی بوده که توی این روزها انجام شده و یک سری از فعالان حقوق کودک هم بودن که یک پتیشنی رو، حالا نمیدونم اینو دقیقا لینکش رو ندارم، ولی میتونیم ببینیم که من شنیده بودم که میخوان همچین کاری رو انجام بدن، یک پتیشنی رو آماده کنم برای این که دفتر یونیسف در ایران بسته بشه، که به نظر من اگر فوکوس کنیم روی اون و مثلا بتونیم اونو بازتاب بدیم و تلاش کنیم امضاهایی رو جمع کنیم، شاید مثلا یه ذره تکونی داده بشه. و مثلا حالا ما دیدیم مهتاب کرامتی هم که توی ایران یه دونه استوری کرد و بعدم اصلا ربط، هیچ توضیحی هم نداد، هیچ عذرخواهی هم نکرد، یعنی
آدم نمیدونه که واقعا مثلا چی باید بگه، ولی خب توی هم تو واشنگتن دی سی هم تو کانادا جلوی دفتر یونیسف خود مردمی که بیرون از ایران بودن تو همین هفته گذشته یه کارایی کردن. مثلا یونیسف بعد از فشار آوردن رسانه‌ای ایرانی‌ها و هشتگ اینا بود که ما دیدیم اونا یه عکس العملی نشون دادن و یه کاری رو انجام دادن. به نظر من بحث کودک‌کشی خیلی مهمه. جمهوری اسلامی برای همین سندسازی می‌کنه، برای همین به هر کدومش رو میگه، یکی میگه از بالا افتادی که خودکشی کرد، به خاطر اینکه اصلا تو این قضیه نمیتونه اتفاقا قصر در بره. و ما اگر از یه جانبی بتونیم به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم و بتونیم اون رو ببریم توی جوامع بین المللی، توی نهادها، و مجبورشون کنیم که ایران رو منزوی کنن، قطعنامه صادر کنن، یا کشورهایی که دارن مثلا حقوق بشر براشون مهمه و در ارتباط با جمهوری اسلامی اونها رو تحت فشار قرار بدیم، به نظر من همین مسئله کودکه. و تا الانم متاسفانه که از دست خودمون در رفته و جمهوری اسلامی هم با این همش خیلی مضحک بود برای همه ما که چقدر تو داری از این سناریوی نخنما استفاده میکنی، امضا میگیری میگی ما که میدونیم تو خودت اونو کشتی. نه اصلا ما براش مهم نیستیم که این مصاحبه ها رو از پدر و مادر ها میگیره، اون براش دقیقا همین نهادها و سازمان ها مهمن، چون اونم دوست نداره که منزوی بشه، اونم دوست نداره که کنار گذاشته بشه و اونم داره تلاش میکنه برای بقای خودش. و این اون قسمتیه که من فکر میکنم میتونیم تمرکز کنیم روش و میتونیم حالا ایده پردازی کنیم، برنامه ریزی کنیم براش. ببخشید اگه طولانی شد صحبتم. خواهش میکنم، ممنون از شما. آقای مهران بفرمایید. خواهش میکنم. بله ممنونم مجدد که وقت رو در اختیار من قرار. ببینید مسئله کودکان مسائل مختلفی از قبیل کودک همسری، کودک آزاری، اعدام کودکان، کودکان کار، خب در کشورهای مختلفی وجود داشته. حالا در خصوص مثلا اگه کشور خاصی رو بخوام نام ببرم، بله توی کشور هند، توی کشور پاکستان در خصوص کودکان کار خیلی خیلی فجایع زیادی هست. در کشورهای آفریقایی مثل زایر، مثل کنگو، اینها کشورهایی که نیجریه، کشورهایی که درگیر جنگهای داخلی هستند، کودک سرباز ما داریم و شبه نظامیانی که به عنوان کودک سرباز دارن اونجا فعالیت میکنن. و خب نهادهای حقوق بشری هم، حالا بیشتر نهادهای شخصی، NGO به هر حال شخصی، نه حالا خود سازمان ملل یا یونیسف، این مسائل رو پوشش دادن، کاور کردن. و متاسفانه در جهان امروز در کشورهای دیگه هم با این مسائل ما زیاد برخورد داریم، مخصوصا قوانین شریعت در خصوص کودک همسری که خودتون توی کشورهای اسلامی باش مواجه هستید. اما مسئله امروز ما نه کودک همسری هست، نه کودک آزاری، نه کودکان کار، نه شبه نظامیان کودک، مسئله کودک کشی کف خیابان هاست. این هیچ توجیهی نمیتونه داشته باشه به جز جنایت جنگی علیه بشریت. یعنی اصلا ما نباید تمرکزمون رو بذاریم، الان در حال حاضر دارم میگم خدمتتون، روی کودک همسری، روی کودکان کار، میگه چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگه این دولت دیکتاتوری، دولت مستبد، دولت توتالیته بره، خب قطعا آمار کودکان کار میاد پایین، قطعا اون قوانین کودک همسری و شبه نظامیان کودک از بین میره. الان مسئله ما اینه که بچه های ما میرن توی مدارسشون، بهشون میگن سلام فرمانده بخون، نمیخونن، میرن تو زندان، تجاوز بهشون میشه و کشته میشن، کف خیابون دارن به رگبار بسته میشن. من فکر میکنم که ما باید تمرکزمون رو بذاریم روی بحث جنایت علیه بشریت. این عمر البشیر توی سودان چجور سازمان ملل به عنوان جنایتکار جنگی اعلامش کرد ولی هیچ چیز در قبال این نمیگه. بله دوستان میفرمایند که بحث انرژی هست، بحث موقعیت ژئوپلیتیکی ایران توی منطقه است، اثرگذاری ایران تو جغرافیای سیاسی خاورمیانه هست. اما من فکر میکنم اگر که مردم ایران به خصوص اون بحث پتیشن‌ها رو همکاری کنن و ناامید نشن از حرکتشون علیه جنایت علیه بشریت در ایران، ما باز بتونیم نتیجه بهتری بگیریم. خیلی ممنونم که وقت دادید. ممنون از شما، مرسی که مشارکت کردین. خانم محمودی، خانم محمدی رو بشنویم. بله بفرمایید خانم محمدی.
بله، از اونجایی که خب ما بعد از تظاهراتی که توی برلین اتفاق افتاد، خب خیلی از نظراتی که حتی خیلی از اتفاقات بالاخره هرچند کوچیک ولی خیلی از اتفاقات رو توی اروپا دیدیم، حالا که نظرات علی خصوص آلمان که کمی فشارهاش بیشتر کرد و به نظر منم بله، اگر که توی ایران، خب همینطوری هم توی ایران خب تظاهرات ها زیاد هستن، اگر که به نظر من یکی از کاری که ایران میتونه بکنه، مردم ایران میتونن بکنن، احساس میکنم اگر که در اون منطقه که یونیسف قرار داره، سازمان یونیسف قرار داره توی اون قسمت تظاهرات کنه، شاید دل سازمان یونیسف به رحم بیاد یا یه نگاهی به این مردم بندازه و به قول معروف به اون، اگه واقعیت رو هم نمیدونه، شاید نمیدونه، بهتر بفهمه و بدونه. به نظر من این بهترین کاره، حالا اولین مرحله کاری و حالا مراحل بعدی من تازه کارم، بیشتر باید گوش بدم ببینم چرا خواهی بهتره. مرسی. ممنونم از شما خانم محمدی. بفرمایید خانم محمودی جان، شما رو بشنویم. من فکر میکنم یکی از دلایلش این اتفاق افتاده حواس پرتی یا مثلا اینقدر مسائل و اخبار به قول پتیشن و اینکه بخوایم تجمع کنیم، بخوایم دنیا رو متوجه کنیم، اینقدر ما به مباحث و مسائل مهمی پرداختیم و واقعا هم تارگت های خوبی رو زدیم، یعنی تونستیم کارهای خیلی مهمی رو انجام بدیم، تونستیم که آمریکا رو متوجه کنیم، تحریم هایی که انجام داد به خصوص اون صندوق تعاونی خاتم و مال برای سپاه و بسیج بسیار بسیار مسئله مهمی بود، اتفاقی که در اتحادیه اروپا افتاد که انقلاب ما رو به رسمیت شناختن خیلی مهم بود، اتفاقاتی که داره توی آلمان میفته و شما دارید میبینید. مگه اصلا این سازمان ها از چه کسانی تشکیل شدن؟ از همین دولت ها تشکیل شدن دیگه و اینها براشون مسائل حقوق بشری بسیار بسیار مهمه و ما تونستیم اونا رو متوجه مسئله مهسا کنیم، ما تونستیم با هشتگ دنیا رو متوجه کنیم. شاید الانم وقتشه که بیاییم و روی بحث کودکانمون و کودک کشی، بچه کشی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و خیلی هم تلاش میکنه که زیر بارش نره، همونطور که بحث مهسا رو تلاش کرد که، یعنی تلاش خودش رو تا آخرین لحظه کرد که بگه به خاطر یک مسئله پزشکی بوده و ما مقصر نبودیم و ما قتل رو انجام ندادیم. فکر میکنم که ما میتونیم، یعنی نباید ناامید باشیم در خصوص این، یعنی یا خود اونها، خود این سازمان ها و نهادها این مسئله رو به رسمیت میشناسن یا نه، یا ما با تحت تاثیر قرار دادن نهادها، تحت تاثیر قرار دادن مردم که در دولت‌های دموکرات دارن زندگی میکنن و اونها هم حالا مسئولان و رئیس‌های خودشون رو تحت تاثیر قرار بدن و اونها، یعنی بازم این حرکت رو شاید بتونیم از پایین انجام بدیم. و بسیار بسیار به نظر من هم مهمه که ما هم صدا بگیم این دفتر یونیسف اصلا به کار ما نمیاد، الان اصلا چه کاری داره برای کودکان ایران انجام میده؟ هیچ کاری انجام نمیده. ما مثلا یک انجمن امام علی داشتیم که اونم برای کودکان داشت انجام میداد که این اواخر تعطیل شد، فکر کنم کلی هم جرم و اینها بهش دادن. و همونجوری که آقای مهران به درستی گفتن، مسائل و مشکلات ما خیلی زیاد هست در مورد کودکان و نقض حقوق کودکان، با این که اصلا کنوانسیونی که مربوطه به کودکان هست رو جمهوری اسلامی امضا کرده، درسته که با شرط امضا کرده و گفته که طبق قوانین داخلی و طبق شرع اگر مثلا اون باشه ما رفتار و برخوردهای خودمون داریم، یعنی با شرط اومده این رو امضا کرده، ولی باز هم به خاطر اینکه اون کنوانسیون رو امضا کرده الان متعهد نسبت به اینکه بخواد نقض نکنه حقوق کودکان و ما میتونیم مجبورشون کنیم. من امیدوارم اگر که دست به دست هم دیگه بدیم، ولی چیزی که برای خود من خیلی مهم بود و دلم میخواست توی این جلسه ذهن خودم هم باز بشه این بود که فکر کردم اگر دوستان که بیشتر از ما در این زمینه فعالیت کردن و
مسائل بوروکراتیک و اداری سازمان ملل و نهادهاش رو میدونن بیان و بگن که باید این نامه به چه شکلی نوشته بشه، باید به کجاها داده بشه. حداقل مثلا یه همچین سوالایی توی ذهن خودم بود که دلم میخواست اینجا چون که کانون دفاع از حقوق بشر به جواب برسم، که اگه حالا دوستان میدونی تجربه‌ای دارید، جوابی دارید، میتونید بدید که حالا یه تصمیمی بگیرید براش. ممنون خانم محمودی عزیز. در مورد این صحبتتون من با خدمتتون عرض کنم که یک سری از حقوقدانها و فعالین حقوق بشر حالا آماده کردن نامه هایی نوشته شده که عرض کردم خدمتتون که به صورت پتیشن در اختیار مردم قرار گرفته، اما متاسفانه امضای کمی دریافت کرده. حتی راجع به عضویت ایران در کمیته کمیسیون زنان، اشتباه میکنم فکر کنم دارم میگم، در سازمان ملل بفرمایید. درست گفتین، برای زنان. بله، که در واقع باید اخراج کنن اونا رو از این از سازمان ملل در این، چون اصلا معنی نداره واقعا. اما این چیزی که شما میفرمایید هستش. فقط من به شخص فکر کنم که همکاری ما توی این قضیه خیلی اهمیت داره و اینکه ما بیشتر بتونیم اینو توی افکار عمومی جا بندازیم. یعنی اگه الانم داره یه سری چیزای واقعا رو به رشد میره، بالا داره میره و تحت تاثیر قرار میگیره، به خاطر اینکه کشورهای دموکراتیک غربی مثل کشور ایران نیستن. اینا هر رأی براشون اهمیت داره، هر یه نفر یک رأی براشون. پس در نتیجه اگر مردم بخوان به کسایی سیاستمدارای اون کشور رأی بدن، باید اون رضایت باشه دیگه، درسته؟ پس اینا برای جلب رضایت همون آرایم که شده میان و این کار رو انجام میدن. این خیلی اهمیت داره. پس ما بیشتر باید افکار عمومی رو آشنا کنیم، باز کنیم دیدشون رو، اطلاعات رو در اختیارشون بذاریم. بلا خانم محمدی از میخوام یه چند ثانی من صحبت کنم و مایکو میدم به شما. والا اگر دوستان دقت کنید، از مرگ مهسای عزیز که گذشت، سازمان ملل اعلام کرد به ایران که باید شفاف سازی کنه، ولی الان ببینید داره 70 روز میشه که این اتفاقات افتاده، اما این کلن محو شد. آیا کسی چیزی شنید ازش مجددا؟ آیا پرونده چیزی ارائه شد، بررسی شد، گزارشی تهیه شد؟ نه، این کاملا رفت کنار و اینا تماما برنامه‌ای که جمهوری اسلامی داره و از اون لحاظ هم که می‌بینیم از اون سکوتیه که از اون طرف در این مورد صورت گرفته. خانم محمدی عزیز بفرمایید. نه من صحبتی ندارم، هر کاری میکنم این گوشیم هنگ کرده نمیاد پایین. ببخشید. خواهش میکنم، مشکلی نیست. دوستان عزیز، اگر که در مورد صحبت‌هایی که پیش اومده نظراتتون رو اعلام کنید لطفا. اگه پیشنهادی دارین، اون چیزی که به ذهن شما میرسه در این زمینه، که ما هر کدومون به تنهایی چه کاری میتونیم انجام بدیم که کمک کنه به این شرایط. شاید نظر بعضیا حتی این باشه که تمرکزمون روی انقلاب بذاریم، انقلاب بچه های ایران یا چیزای دیگه. آقای مهران بفرمایید، در خدمت شما هست. ممنون از شما. ببینید، سالهای بحث تکراری انجام می شد بین خیلی از مردم ایران، حالا تو محافل فرهنگی، هنری، محافل تاریخی. خیلی هم به گوش همه دوستان آشناست این بحث که چطور شد که اروپا نجات پیدا کرد از دست این کشیش ها و اون قوانین خشک مذهبی و اون نگاه دوگماتیسمی که مذهبیون توی اروپا داشتن. الان این رنسانس داره توی کشور ما خوشبختانه اتفاق میفته. ببینید، الان مردم ما نه اسلحه دارن، نه تریبون دارن، نه رهبری دارن که بخوان ازش استفاده بکنن. توی دنیا هم واقعا تنها هستن دیگه، به واسطه بحثایی که شد همه دوستان هم عنوان کردن. کشورهای دنیا به دلیل محافظه‌کاری که توی سیاست‌های ماکیاولیستی خودشون متأسفانه دارن و هدف براشون وسیله رو توجیه میکنه، پشت مردم رو خالی کردن. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که ما تا همین جای کار دیدیم که این انقلاب، یعنی اعتراض تبدیل به انقلاب شد و تا الان ادامه پیدا کرد، بحث سوشال مدیا بود، بحث کلیپ‌های تصویری بود، بحث کلیپ‌های موسیقی و ترانه‌هایی که ساخته شد به
مناسبت های مختلف که خب میدونیم اون برجسته ترینش ترانه برایه بود. ببینید وقتی برایه میاد ترند جهانی میشه و به زبان های مختلف دنیا بازخوانی میشه، یعنی چی؟ یعنی مردم ایران الان دارن از هنر و اندیشه برای مبارزشون استفاده میکنن. اصلا باید چنین باشه. اگر مردم بخوان اسلحه بگیرن بیان توی خیابون، متاسفانه شرایط خوبی فراهم نمیشه برای مردم. یعنی اونجا دیگه وضعیت به نحوی میشه که خودتون میدونید ناامنی هایی به وجود میاد و خود دولت جمهوری اسلامی هم منتظر این قضیه هست که کار به خشونت کشیده بشه و خشونت های خودش رو به راحتی توجیه کنه. در خصوص پیشنهادی که فرمودید، من سری قبلم پیشنهاد دادم توی کمیته ورزش، هم من پیشنهاد دادم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و دوستانی که ما داریم تخصص دارن در زمینه تهیه کلیپ ها، الان اگه میخوام از کودک ما حمایت کنیم و از کودکانمون حمایت کنیم، ساخت کلیپ هست، ساخت موسیقی هست، یا کمک به کسانی که میخوان به این کلیپ ها رو بسازن. من میگم، من مثالی که میارم مثال آهنگ برایه هست. ما اگه بتونیم با روی کرده حمایت از کودکانمون کلیپ های رو بسازیم، نه به این دلیل که بخوام اذهان عمومی رو، احساسات عمومی رو جریه دار کنم، فقط به خاطری که نشون بدیم چه فجایعی داره توی ایران رخ میده و از دوستان و حالا هنرمندان جامعه هم بخوام که در این راستا حرکت کنن، فکر میکنم میتونیم یه گام مثبتی برای زدن حرفمون و حمایت از کودکشی که الان توی ایران داره انجام میشه داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما. متشکرم از شما جناب مهران عزیز. یه موضوعی هست، صحبت شما کاملا درسته، یک موضوعی هست و متاسفانه مشکل قطعی اینترنت در ایرانه، چه از اینجا به ایران اطلاعات بخواد برسه چه از ایران به خارج از ایران در واقع اطلاعات برسه، این مشکل واقعا بزرگی هستش که این جمهوری اسلامی داره دقیقا در این سکوت و این قطعی اینترنت جنایتش انجام میده. من یه مثال میزنم، دختر 7 ساله‌ای که تا فهم کنم امروز یا دیروز خبر اومد که بعد از 5 چند روز مشخص شد که در یکی از همون جمعه‌های خونین زاهدان این دختر بچه کشته شده بوده و تازه متوجه شدن، حالا یا شناسایی شده. اینا درده واقعا. این که و یه چیز دیگه هم که باز من به ذهنم رسید، اوایل این انقلابی که درست شد در واقع به پا شد در ایران، من یادم چقدر صحبت سر برقراری اینترنت در ایران از ایلان ماسک بود، چقدر صحبت شد، چقدر امید داده شد، ولی متاسفانه با وجودی که الان حدود 70 روز گذشته از این قضیه، این مسئله هم انگار یه چیزی به فراموشی سپرده شد، انگار از اون درجه اعتبارش، اون اهمیتش کاسته شد و نمیدونم این دلیلش چیه. خانم محمودی عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. من فکر میکنم که مثلا افرادی، اگر خودم الان به ذهنم رسید همونجور که بچه صحبت میکردین، مثلا افرادی همون مثل فعالان مدنی ما که بورد دارن و تونستن یه کاری بزرگی رو انجام بدن، این از اگر از سمت اون پتیشن، اگر از سمت مثلا حامده اسماعیلون، شیرین عبادی، نازنین بنیادی یا افرادی که مؤثر هستن که یک سری حرکت‌های جمعی رو انجام دادن و یک سری کاری اینطوری انجام دادن، بیرون بیاد و بخواد فراگیر بشه، بخواد تو همون توییتر یا جاهای دیگه، ما نمیتونیم دل ببندیم به ایران. ما با مسئله مهابات روبرو هستیم که چند روز اینها به خاطر نداشتن برق شارژه موبایلشون تموم شده و نمیتونن مثلا اخبار رو از کردستان به ما مخابره کنن، با کمبود غذا توی اونجا مواجه هستن، با کمبود دارو اونجا مواجه هستن، به قد فجایع در ایران زیاده که مطمئنن اونها نمیتونن این کارها رو انجام بدن و شاید اینا بیشتر مسئولیت اجتماعی ما باشه که بیرون از ایران هستیم و یا بتونیم در کشورهای خودمون جامعه، حالا توی اون کشوری که هستیم، بقیه رو متوجه کنیم که ما هم بیان با ما همراه بشن. من فکر میکنم مثلا اگر بشه، یا از طرف خود کانون مثلا آقای شفایی با ارتباطاتی که داره، من احساس میکنم خانم بیرجنده این قسمت شاید واقعا حرکتی باشه که ما فعالین حقوق بشر و از طرف کانون دفاع از حقوق بشر مثلا باید یک حرکتی انجام بشه و
حالا از طریق ارتباطاتی که مطمئناً با همه این افراد دارن توی پروموت کردن اون پتیشن یا همه گیر کردنش، مثلا همه دست به دست هم بدیم تلاش کنیم تا بتونیم به نتیجه برسیم، یا همون چیزایی که آماده است رو بتونیم بفرستیم یا به اینا بدیم. نمیدونم، این چیزی بود که یهو به ذهن من رسید. ممنون خانم محمودی. البته که باید عرض کنم، حالا فکر کنم اکثر دوستان میدونن بچهای کانون زحمت دارن میکشن، دارن اسامی کشته شده ها، بازداشت شده ها رو به صورت پوستر تهیه میکنن و این پوستر ها از طریق حالا هم رابطه میام از طرف خیلی از بچهای دیگه به عفو بین الملل فرستاده شده و حتی من پست عفو بین الملل هم دیدم که با توجه به گزارشاتی که کانون داده شده بود منتشر شده بود. اینا بسیار عالیه واقعا و متشکرم از بچه‌ها که دارن فعالیت میکنن. اما یه مسئله ای رو خانم محمودی الان شما فرمودید، من دقیقا یادم افتاد. ببینید اگر دقت کرده باشین توی تمام اتفاقای جنگایی که افتاده یا هر اتفاقی که افتاده، صلیب سرخ یا هلال احمر حتی اگه بخوایم در نظر بگیریم، اینا برای زمانی که اینجور اتفاقا میفته باید اینا کاملا خارج از سیاست هستن، مواضع سیاسی دارن، کاملا باید کادر درمان و پزشکی یه مسئولیت دیگه ای داره. و اینکه ما شنیدیم که برای جوانرود اگه اشتباه نکنم یا مهاباد از کرمانشاه خون فرستاده بودن که مانع شدن، اجازه ورود ندادن، الان دارو نیاز دارن، چرا واقعا باید مردم به صورت یواشکی به قول معروف یا از جاده های خاکی یه جوری به یه طریق بتونن تا یه اندازه کمک های مردمی که جمع شده برای دارو، پانسمان، محلول شستشوی بتادین، سرم یا هر چیز دیگه رو برسونن؟ ببینید باز این نکته برمیگرده، الان این سازمان ملل در واقع همین که مدافع حقوق بشر بخواد باشه، خب این یه موضوعی کاملا جدا از مسائل سیاسی هستش و این کارهای بشر دوستانه، این کارهای حقوق بشری، اینو واقعا نمیدونم الان باید این کمک برسه به این افراد و این موانع هستش. چه کسی باید برخورد کنه با این قضایا؟ چه کسی باید این رو مطالبه کنه که بخواد این انجام بشه؟ این خیلی قضیه مهمی هستش که باید بهش واقعا توجه کنیم. این که بخواد از بیداروی یا از بدون امکانات پزشکی در واقع محروم بمونن، علاوه بر این که مردم تو خیابون دارن جلوی گلوله کشته میشن، این واقعا یه مسئله بسیار بزرگه و خیلی پر اهمیت هستش. در ضمن من درود دارم خدمت آقای شفایی، عذرخواهی میکنم من صحبت کردم قبل از اینکه عرض سلام داشته باشم خدمتشون. خانم محمودی بفرمایید، خواهش میکنم. من هم درود خدمت جناب شفایی و بقیه دوستان. من در ادامه که بخوام حالا اینو باز تاکید کنم روش، میگید شما میگید که سازمان عفو بین الملل دقیقا به خاطر همین آمار ارقام میده که مطمئنا بچه های خودمون و خیلی های دیگه فرستادن، اگر دیدیم جز سازمان تنها نهادی بود که اومد و بیانیه داد، یعنی 23 کودک کشته شده بود فکر کنم که یک بیانیه ای از طریق اومد، ولی بر یونیسف مختص کودکانه. یعنی الان اگر ما بخوایم این مسئله رو جامعه جهانی رو متوجه کنیم، بازوی اجرایی یونیسف هست، یعنی یونیسف باید این بحران و این مسئله و این مشکل رو به رسمیت بشناسه که بعد، یعنی نهادهای دیگه فقط دارن، حالا جناب شفایی هم اینجا هستن میتونن بهمون کمک کنن اگر من اشتباه میکنم، ولی طبق چیزی که من خوندم روی مسئله کودکان، ما اگرم میخوایم آمار و داده هایی داریم یا گزارش هایی داریم، اونها رو باید مستقیما به نظرم بفرستیم برای خود یونیسف و اونا رو متوجه این مسئله بکنیم. ممنون خانم محمودی. جناب شفایی اگر که خوشحال میشیم واقعا نظرات شما رو هم بشنویم. من یه کوتاه هم میگم خدمتتون، داریم صحبت میکنیم راجع به این که چرا یونیسف توی این همه مدت هیچ اقدامی نکرد در واقع به خاطر کشدار کودکانی که در ایران صورت گرفته و به یه جنبه‌ای از لحاظ این که حالا سیاسی برخورد کرده یا جمهوری اسلامی اجازه خیلی کار رو ندادن بهشون، داریم در واقع به این مسائل میپردازیم. ما یک در اختیار شما بفرمایید، خوشحال میشیم نظر شما رو بشنویم. سلام دوستان، خسته نباشید. من در رابطه با یونیسف بگم، اینا ارگانهای وابسته سازمان ملل نگاهاشون در واقع نگاه کلی تره
متاسفانه، یعنی فقط کودکان ما نیستن، الان در دنیا در بسیاری از جاها دارن کودکانو میکشن، توی آفریقا هست، توی آسیا هست، آمریکای جنوبی هست، یا میدزدن یا خرید فروش میکنن و و و، یعنی صدها مسئله دارن. ولی این وظیفه فعالین حقوق بشر در بخش کودکان یا فعالین حقوق بشر در کل هستش که اونا رو وادار به تصمیم گیری کنن، وادارشون کنن که وارد قضیه بشن. در واقع یه بخشی از این وادار کردن ها، دو تا ارگان بزرگ داریم به نام دیدبان حقوق بشر و امنستی اینترنشنال، یا به اصطلاح این دوتا در واقع ارگان های وابسته به سازمان ملل هم که از وظایف اولیه‌شون گزارش دادن ایناست. چون یونیسف یا ارگان های حقوق بشری به هر گزارش زیاد توجه نمی کنه، به ارگان های توجه می کنه که خودش می شناسه و حرفشون رو باور داره که مثلا اینها حقیقت میگن. چون الان شما این نگاه کنید، ما مدل های مختلف حتی برای کودک ما گزارش میبینیم، مثلا خود بچه های ما گزارش دادن 60 تا، یه ارگانی گفته 47 تا، یکی گفته 52 تا، یعنی همه فقط عدد دادن. ایناست که بایستی روی این قضایا کار بشه و اینا باید درست در اختیار امنستی یا دیدبان حقوق بشر قرار بگیره که اینها بتونن گزارش که میدن دیگه یونیسف باور کنه. من امروز یه فیلم میدیدم که سه تا خانوم رفته بود دم تو اسلو، رفتن دم مثلا سازمان یونیسف و به اجبار وادارشون کردن که رفتن یه ملاقات با رئیس مثلا یونیسف اسلو برقرار کنن. نتیجه‌ش رو متوجه نشدن، چون فقط اعلام کردن رفتن و منتظر بودن که بیان صحبت کنن. خب یه سری کارهای این چنینی هم بلبدهایی میشه انجام داد، ولی باید تلاش بر این باشه که بشه گزارش ها رو آماده کرد. مثلا ما الان یه کمیته کودک داریم، این کمیته کودک ما ضرورت داشت با ارگان هایی که خودش در تماسه، بالاخره ما یا همین کمیته زنان ما با خود ارگان هایی که راجع به زنان دارن کار میکنن باید در ارتباط باشه و بتونن یک آمار ایجاد بکنن، یه سری اطلاعات قوی و غنی در بیارن و ارسال کنن به این دوتا سازمان. خب این اینا یه مقداری سخته تعیینش، و ولی همت میخواد و باید این کارا رو کرد. و برای یونیسف و سایر ارگان های سازمان ملل حتما باید از یه مراجعی عبور کرد، و الا یه مکاتبه مستقیم ما به یونیسف اصلا چه نگاه نکنن به نامه ما. این برای اینکه شما بدونید، حتی بعضی از نامه ها مثل فرض و خانم عبادی به عنوان برنده جایزه نوبل میتونه اثرگذار باشه، همینطور کنفدراسیون جهانی حقوق بشر هم میتونه. ولی باید اول اینا رو قانع کرد، اطلاعاتی که فرستاد باید کامل باشه تا بتونن کار انجام بدن. اینها شدنی هست. و برای دارورسانی اینا بهترین مسیر، مسیر پزشکان بدون مرز هستش، که در واقع اون پزشکان بدون مرز هم باز مجموعه ما امثال ماها میتونیم مکاتبه کنیم، ولی مکاتبه ماها برای اینا چشماندازی نداره، برای اینکه ارتباطمون باشون کمه. اما باز امنستی، دیدبان حقوق بشر، اینا میتونن، یا جامعه شناسان بدون مرز، اینها میتونن اثرگذار باشن برای به اصطلاح پیگیری در واقع پزشکان بدون مرز. حتی معمولا خودشون آمادن، یعنی اینا به مجردی اتفاق میفته خودشون نیروهای دارن و میرن، ولی چقدر خوبه که این کارا انجام بشه. حالا اگه صلاح بنوسید بعدن راجع به اینکه چه کارهای دیگه باید کرد و چه اتفاقایی میتونه بیفته بعد میتونیم صحبت کنیم. من یه سوال دیگه میتونم از آقای شفایی بپرسم که برای خودم خیلی مهمه. جناب شفاییشون، من روی این مسئله یه ذره تمرکز کردم توی این چند روزه، داشتم فکر میکردم شاید یکی از دلایل مثلا این سناریوی، حالا قبل از اینکه شما تشریف بیارید این رو من گفتم تکراری عرض میخوام بچه ها دوباره میشنوید، این سناریو نخنمایی که جمهوری اسلامی داره، هر کسی که کشته میشه یا میگه از پشت بوم افتاده بعد سری میره
جنازه رو تحویل نمیده، از مادرشون از خانواده هاشون امضا میگیره، بعد میاد توی رسانه ازشون اعتراف میگیره. من به زعم خودم اینا رو مستند میکنه، از طریق لابی هاش میفرسته به این سازمان ها و شاید اون مثلا منتسب میکنه این قتل ها رو به اینکه تروریست ها دارن این کار رو انجام میدن و شاید این مسئله باعث بشه که صدای مثلا افرادی که فعال حقوق بشر هستن یا دارن نامه های جداگونه ای به صورت های غیر رسمی میدن، این باعث شده باشه که توی این، چون خیلی بالاخره 60-70 روز گذشت و ما هیچ عکس العملی نداشتیم. توی روز جهانی کودک یونیسف اومد یک بیانیه که اونم برای کودکان خاورمیانه بود، اشاره کرد به 50 کودک و حالا مرگ کیان و گفت این فاجعه است، که اون هم باز فشارهای رسانه‌ای رو نمیتونیم در نظر نگیریم بعد از پخش شدن کلیپی که اون آلمانیه داشت تماس میگرفت. اینو میخواستم بگم که آیا میتونیم باز هم با تولید محتوا یا مثلا اطلاعی رسانی حالا به هم خانواده هایی که این اتفاق براشون افتاده همچین اعتراف اجباری ازشون میگیرن یا به شکل دیگه مقابله کنیم، اصلا همچین کاری میکنه؟ چون من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم تلاش خودش رو میکنه و زیر بار کودک کشی اصلا نمیره، یعنی اصلا کلا هیچ کدوم از این قتل ها رو تا الان نپذیرفته و همه رو یه سناریویی براشون ساخته. ممنون خانم مهبودی. جام شفایی پاسخ میدید یا اوکی؟ بسیار بفهم. ببینید این کاری که جمهوری اسلامی میکنه یه عمره داره این کار میکنه، یعنی هر کاری میکنه یه سناریو بغلش درست میکنه و مثل قضیه هواپیما سه روز آخر دیگه مجبور به اقرار شد، یعنی کلی داستان گفته، این زده اون زده، خودش پریده خودش افتاده، یعنی یه سری داستان داره. اون اصلا ماهیتش برای ماها روشنه و اصلا روی این قضیه که اونا کار مهم خود ما هستیم، ما چه کردیم در مقابلشون. ما منظورم حقوق بشر کانون نیست، ما اپوزیسیون، ما مردم در مقابل این. خب اونا که تو ایران هن بند خدا دارن جانشون رو میدن، ما که در خارج از ایران هستیم هم باید حرکت کنیم، یعنی ما هم بایستی تلاش کنیم اطلاعات کاملتر گیر بیاریم، همون سناریوی که اونا می نویسن باید تکمیلش کنیم و از بین ببریمش. مثل بحث همین کیان که در واقع گفتن داعش اومد زدشون، خب بعد رفت استدلال کرد که اصلا آقا دیگه تو ایرانی که رفته داعش رو در اونجا بین برده، این داعش از کجا پیدا شده که حالا بیاد مثلا اونم تو ایزه بیاد تیراندازی بکنه؟ میدونید این اینا، یعنی این اتفاقا بایست یک سری احساس مسئولیت بکنن و این کارا رو انجام بدن. و من نگاه من اینه که خود ما ها تک تکمون میتونیم این کارها رو بکنیم. البته خوشبختانه کانون چون کمیته های متعددی داره و این کمیته ها میتونن کار بکنن و بتونن لیست در بیارن، آمار در بیارن، کنکاش بکنن، حتی برن دلایل در بیارن. این اون چیزیه که بایستی اتفاق بیفته، اما متاسفانه ما یه مقدار ضعف در اجرا داریم. یعنی خود مجموعه الان اگه نگاه کنید کمیته زنان داره کار میکنه و جمعا مثلا اینجا 20 نفر همکار جمع شدن داریم کار میکنیم، ولی در صورتی که کمیته زنان بیشتره، ضمنی که تعداد کانون خیلی بیشتره و این جلسات ویژه است برای همه است و اون برای همه دیگه نیستن و یه تعدادی هم از همکارا نیستن. این نقطه ضعف اجرایی ماست و خیلی خوبه. من پیشنهادم اینه که خود کانون، یعنی ما یه بخشی اصلا از کارامون صدور اطلاعی است که الان اصلا عملا یه بخشیش به فراموشی رفته. حتی ما درخواست کردیم که لیست در بیارن، عکس‌ها رو در بیارن، اسامی رو در بیارن. کمیته ها کمکاری کردن، اصلا بحثی هم نداره و این جزء وظایف حقوق بشر گروه ما و کل فعالین حقوق بشر در بخش‌های مختلف هستش و این به اصطلاح حرف کاملا منطقیه و باید این پیگیری ها بشه. وقتی این پیگیری ها بشه اون وقت دست بازتره، اگر قرار مکاتبه ای بشه اون وقت میشه مکاتبه قوی کرد.
مکاتبه، من مخالف این هستم که ما یک مکاتبه بکنیم با یه ارگانی که پشتوانه نداشته باشه. ما باید حتما با پشتوانه کار کنیم. یعنی اگر میگیم 30 نفر در مثلا کردستان در مثلا شهر پیرانشهر کشته شده، لیستش اسامیشو در آورده باشیم، لیست کرده باشیم، ساعت اینا رو باید در آورده باشیم ارائه بدیم. اگه دستگیر شده ها رو مثلا میگیم 17,000 نفر، نمیگم همه 17,000 تا اسمشو در ما یه شهر مشخص کنیم، بگیم تو این شهر. ما حتی برای جلساتی هم که به طور ویژه قرار شد اجرا کنیم پیشنهاد کردیم که نمایندگی ها هر کدوم آمار در بیارن از یک استان ایران، از یک شهر ایران، اونایی که بیشتر اکتیو بودن شهر به شهر آمار در بیاریم که چه اتفاقایی افتاده. ولی هنوز نمایندگی ها اتفاقی نیفتاده، اعلام چیزی نکردن، یا مثلا خود کمیته ها راجع به موضوع خود کمیته شون کار کنن. اگر حجم زیاده مال یه زمان دوره 10 روزه رو در بیارن، مال دوره مثلا 1 ماه رو در بیارن، یا برن مثلا مال یه منطقه رو در بیارن، بگن آقا مثلا در استان فارس این تعداد فرض کن کمیته زنان مثلا خانوم دستگیر شدن، یه تلاش همگانی میخواییم. یعنی این اون چیزیه که کانون میتونه خودش رو نشون بده به عنوان اینکه داره یه چیزی رو عرضه میکنه و اطلاعات سالم بده. و یعنی اگه بخوایم بشینیم بنویسیم که دو کاغذ مینویسیم بگیم ما 100 تا رو زدن کشتن دریافت کرد میفرستیم، اونا مطمئنا محل نمیذارن. همون کاری که خود کانون در جمع‌آوری گزارش نقض حقوق بشر که برای آمار در میاریم، میگیم آقا از ارگان‌های آمار بیارید که قابل تأیید جمهوری اسلامی ایران باشه. چرا؟ چون میخوایم حرف اضافی نزنیم. یعنی این در واقع اون چیزیست که ما معتقدیم. البته الان دیگه اینقدر صحنه گسترده شده برای اینکه همه فیلمه، یعنی تماما فیلمه و دیده میشه، اسم شهر رو میگن، همه چی مشخصه، ساعت میگن، زمان میگن. یعنی این دقت ها رو باید داشته باشیم در واقع. من باورم اینه که مقابله کردنم در واقع دنبال همین کاره. یعنی اگر ما این اتفاقا رو و این برنامه ها رو بتونیم برنامه ریزی بکنیم و آماده بکنیم، قاعدتا میتونیم کار مقابله به مثل کرده باشیم. یعنی بریم اثبات کنیم که کیان خود شما کشتیدش. حالا پدرش احتمالاً از بیمارستان امیدوارم به سلامت بیاد بیرون، طبیعتاً اعلام خواهد کرد که مثلا کیا بودن. خب خود جمهوری اسلامی مدعی شده اینایی که اومدن کلاه وسطش رو سفیده مثلا مال داعشن، نمیدونم مزدوران، نمیدونم چیا هستن. این اون چیزیه که در واقع اونا میسازن. ما بایستی در مقابلش بریم اثبات کنیم که نه، این اون نیست و این چیز دیگریست که شما دارید بگید. الان مثلا حمله میکنن جوان رود با تانک رفتن اونجا، با نمیدونم توپ رفتن، با همه چی رفتن. خب فیلماش وقتی منتشر بشه دیگه اونا مجبورن جوابگو بشن. اینا اون چیزاییه که بایستی خود ماها اکتیو بشیم. ماها که میگم فقط کانون نه، تمام فعالین و تمام کسایی که نگران جامعه در اون کشور هستن ضرورت داره برن تو آمار در آوردن، لیست در آوردن، پیگیری کردن. این اون شرایط رو میتونه قوی بکنه که ارگان‌ها تحت تاثیر قرار بگیرن. شما اگر میبینید الان در رابطه با خود این جنبش میبینید یا این انقلابی که داره اتفاق میفته، خود اروپا یا حتی آمریکا، همه اینا به تکاپو افتادن و سخنرانی میکنن، حمایت میکنن، کار میکنن، مال همون اطلاعات آمار اولیه قوی که داده شد و جامعه بیرون کشور جدی عمل کرد و تونست سریع اطلاعات رو منتقل کنه اثر گذاشت. همین اثر شروع شد داره ادامه پیدا میکنه. اما من متاسفانه چیزهای دیگری از بیرون از کشور دارم میشنوم. تظاهرات میبینم، یه عده‌ای با یه مدل پرچم میان، یه عده‌ای دیگه با یه مدل پرچم کتککاری میکنن، هو میکنن، میریزن. یعنی اون چیزی که ما نگرانیم اینه که وقتی اطلاعات ضعیفه، آگاهی ضعیفه، یه سری آدم‌ها هم سوء استفاده میکنن ازش. حالا اون بحث جداست. من علاقه‌مندم که دوستانی که هستن و که میشنون
تلاش بر این باشه که ما بتونیم اطلاعات آمار سالم صحیح، اصلا مهم نیست که حتما از اول تا الان، برای 10 روز بگیم آقا از هفتم مثلا امروز چه می‌دونم 23ام، از 23ام تا 30 آبان چه اشکال، 30 تا 30 نوامبر همین کافیه، یا از 3 آذر تا 10 آذر لیست در بیاریم مثلا در در این شهر این اتفاق افتاد، یعنی هر کدوممون یه کاری بکنیم، این میشه آمار مستند، این قابل دسترسی، قابل اجراست در واقع. خیلی حرف زدم، ببخشید. ممنونم جناب آقای شفایی. من فقط در ادامه حرف شما یه کوتاه یه چیز رو بگم که خیلی دردناک بود واقعا، قضیه کودکان سیستان و بلوچستان که علاوه بر این که شناسنامه و در واقع هویتی نداشتن، از اون کودکی که پشت سرش تیر خورد فقط یک دونه عکس وجود داشت برای شناسایی، اونم عکسی بود که روی زمین افتاده بود بر سر اصابت گلوله. اینا دردناک واقعا که حتی نمیتونیم عکسی داشته باشیم از کودکان یا حتی هویتشون رو داشته باشیم. خب من به ترتیب اگه اشتباه نکنم خانم محمدی اول دستشون بالا بود، شما رو بشنویم. من الان حدود تقریبا میشه گفت 4 روز پیش یک شهرستان بسیار کوچیکیه به نام قروه درجزین، یکی از شهرستانه کوچیک توی همدان هستش، که تقریبا به مدت 3 روز پیاپی شبها به شدت بیرون ریختن، و اما در الان 3 روزه که در تلاشم آمار رو بگیرم، نتونستم چون خیلی یارو بردن، اما یه مقدارش تونستم خب بگیرم، اما نه به طور کامل، و این متاسفانه دلیل بر اینه که همه میترسن، و این خیلی با اینکه فرزندش نیست، فرزندش الان دست حالا یا زندانه یا بالاخره نیست گرفتن یا مفقود، معلوم نیست کجاه، ولی با این حال باز هم میترسه نام فرزندش رو بگه که فرزند من به خاطر این نیست، و این خیلی بده. ولی خب میگم خیلی وقتی من این روستا رو که حالا شناخت کامل دارم در موردش، خب وقتی من این روستای به این کوچیکی رو میبینم اینطوریه، بله متاسفانه خیلی از شهرهای بزرگ، حالا ببینید توی شهرهای بزرگ چه اتفاقی میفته، و این واقعا باید خیلی همه شجاعت پیدا کنن که اولا که بگن، چون شهرهای کوچیک مثل شهرهای بزرگ نیست، متاسفانه شهر بزرگ شجاعت به نظر من بیشتره، و چرا که همه هم بستگی دارن و زیاد هستن، ولی توی شهرهای کوچیک متاسفانه چون عده کمه و متاسفانه آزار اذیت پلیسا 200 چندان میشه. میگم من توی این 3 روز خیلی تمام تلاشم رو دارم میکنم یوتونم آمار دقیق از اونایی که برده شدن، اونایی که نیستن، حتی بعضی هاشون میگن توی مثلا نبردن، اصلا تو اداره انتظامی هم نیستن، حتی اونها رو هم سعی کنم آمارشون رو در بیارم. فعلا به طور کامل نتونستم، ولی اینطور که میدونم تقریبا 30 نفر رو بردن. ممنون خانم محمدی عزیز. خب خانم فرشته بفرمایید، درود بر شما. من سلام میکنم به همه دوستایی که در جلسه هستن. یه سوال دارم، چون حرفای آقای شفایی رو که داشتم گوش میدادم و خب فکر میکنم یه هفته‌ای هست که حداقل من واقعا ناامید شدم از حمایت بقیه کشورهای دنیا. آقای شفایی گفتن که خب ما باید لیست تهیه کنیم، آمار بگیریم از اتفاقایی که داره میفته، یا مثلا در مورد مسئله مثل کیان که گفتن که خب حالا پدرش از بیمارستان میاد و توضیح میده، خب مادرش خیلی واضحه روز دفنش گفت چه اتفاقی افتاده و خیلی واضح و علنا گفت که مامورای جمهوری اسلامی این کار کردن، و سوال من اینه که اوکی همه این کاری که میگین انجام میشه و الان این همه تظاهرات خارج از کشور اتفاق افتاده و همه دنیا دیده، یعنی هر سلبریتی هر جای دنیا کنسرت داشته یه اشاره به ایران کرده، ولی خب مثلا اینکه سیاستمدارا هم فقط در حد حرف بودن، بله سخنرانی کردن، حرف زدن، محکوم کردن، ولی در عمل چی کار کردن؟ خب جمهوری اسلامی 40 ساله داره میکشه و 40 سال همه دنیا میدونه، حداقل بعد از دادگاه حمید نوری فکر میکنم
دیگه همه دنیا فهمید اگرم سیاستمداری شک داشت، که قطعا کسی شک نداره، و خیلی راحت ابراهیم رئیسی رفت سازمان ملل و بعد از اینکه برگشت گفتن خب توی دادگاهی که بوده الان دیگه محکوم شده و حالا دیگه نمیتونه بره. میدونیم منظورم چیه؟ منظورم اینه که واقعا آیا همش بازی سیاسی نیست که همه این اتفاقا میفته که الان همه دارن خارج از ایران کار میکنن، بلکه حمایتی بگیرن از سیاستمدارهای خارجی؟ ولی واقعا میگیریم؟ یعنی الان بیشتر از 2 ماه که اینا دارن مردم میکشن توی مناطقی که اصلا اینترنت نیست، مثل اتفاقی که الان داره تو مهابات میفته، اتفاقی که ماهشهر افتاد، خیلی از عکس و ویدیو اصلا بیرون نمیاد که حالا جمهوری اسلامی بخواد در موردش پاسخگو باشه. اما مثلا اینکه تمام ویدیو عکسایی هم که اومد بیرون، آیا جمهوری اسلامی پاسخگو بود در مقابلش و کسی اینا رو مجبور کرد که این کارو بکنه که پاسخگو باشن؟ یعنی من خودم یه هفته است واقعا اصلا فکر میکنم که دوباره همش بازیه، دوباره دارن یه تایم مردم رو بازی میدن، یه در رو میکشن، یه سری جوان رو دستگیر میکنن و انگار تموم میشه. واقعا چجوری میشه امیدوار بود آقای شفایی به این که اینا در عمل کاری بکنن؟ نماینده پارلمان اروپا اومد تو صحبت کرد که بله باید سفراتون رو بکشین بیرون، باید ال کنین، باید بل کنین. خب 2 ماه دارین میگین که باید این کارو کنیم، باید اون کارو کنیم، ولی کی؟ چقدر دیگه باید مردم رو بکشن؟ ببخشید من فقط خواستم بپرسم که آیا واقعا اتفاقی میفته، یعنی واقعا یا نه. ممنون خانم فرشته عزیز. البته که من فقط کوتاه عرض کنم خدمتون که من فکر میکنم که باز هم با توجه به اطلاعاتی که داده شد، علی رغم تمام مسائلی که الان راجع به صحبت کردیم، اطلاعاتی که داده شد این انقلاب به رسمیت شناخته شد و حتی تا اینجا اومد که بخوان سفیراشون رو چه از ایران برگردونن به کشورها و یا چه از کشورهای اروپایی اخراجش کنن، پس نسبت به روزهای اول اتفاقا اگر نگاه کنیم باز هم جای امید هست و امیدوار باشیم و هرگز امیدمون رو از دست ندیم و در درجه اولا باید فکر کنیم که تنها هستیم، این بهتره که با هم خودمون این کار انجام بدیم، اگر کمک کشورهای دیگه هم به ما شد با خوب و موفق تر خواهیم. آقای مهران گرامی بفرمایید، خواهش می‌کنم. درود و عرض ادب مجدد و درود به جناب آقای شفایی عزیز. یه سوال داشتم با توجه به شرایط بد روانی که ما این روزها داریم در خصوص جنایت‌های علیه کودکان توی کشورمون، آیا امکانش هست که حداقل به خاطر اینکه بدونیم وظیفه خودمون رو هرچند کوچیک انجام دادیم، از طرف کانون دفاع از حقوق بشر این خودمون در ایران یک گرد همایی اعتراضی رو در کشور آلمان داشته باشیم؟ خیلی ممنون است. آقای مهرانی گرامی، جناب شفایی مثل که الان نیستن پشت کامپیوترشون، من تشریف آوردم دوباره مایک میدم خدمتون که اگر دوست داشتید مجدد سوالتون رو بپرسید. ممنون خانم رضاوند، دور بر شما بفرمایید. درود و عرض ادب دارم خدمت همکاران گرامی. من در ارتباط با مواردی که آقای شفایی هم فرمودن میخواستم بگم خدمتون، آمار بازداشتی ها و کشته ها رو من بارها گفتم به کمیته های اعضای عزیزی که تو کمیته ها فعالیت دارن در بحث آزادتون مطرح کنید، ولی خب خودشون استقبال نکردن و من هیچ اسراف پافشاری نمی کنم، ترجیح میدم خودشون علاقه مندانه این کارو بکنن. بعد دوست عزیزی که فرمودن خانم محمدی، فکر میکنم شهر قر، خب منم شهر رو میشم به چه صورته، ما یه گروهی درست کردیم تلگرامی، بچه ها زحمت دارن میکشن، بازداشتی ها همراه با عکس، سن، زمان، تاریخ، مکان، اینکه بازداشت شده، اینکه کشته شده، 2 گروه هستن دارن زحمت میکشن، تو اون گروه اطلاعات رو میگذارن، شما هم میتونید زحمت بشه عضو اون گروه بشید و اطلاعاتتون رو تو اون گروه بذارید، و دوستانی که میخوان مثلا زنان میخواد استخراج کنه از تو اون گروه میتونه لیستش رو تهیه بکنه، یا کودک میخواد، چون اونجا همه افراد رو میگذارن، شما میتونید اطلاعات رو بستگی به کمیتتون از اون گروه استخراج کنید، یه آمار تهیه کنید. سال گذشته قبل از اینکه این جنبش اتفاق بیفته، ما از همه کمیته ها اگه خاطرتون باشه خواستیم که گزارش سالانه نقصتون استخراج کنید که ما این گزارش رو ببینیم، صحت و سقمش رو اوکی بکنیم، بعد بفرستیم برای ارگان ها.
اما من خودم یکی از کسایی بودم که پیشنهاد دادم و واقعا اصرار به این کار داشتم. اما وقتی من گزارش ها رو دیدم، متاسفانه دیدم خیلی ایراد داره و من به عنوان کسی که خودم اسمم بالاست، خب بعد میان گروه های دیگه خواهند دید مقایسه میکنن، واقعا خجالت کشم، گفتم بعد مسئول خواهم بود. دیدم اصلا مقدور نیست اطلاعات و گزارشاتی که بچه ها دادن واقعا خیلی صحت نداره یا اصلا کامل نیست. و خواستم اگر میتونن هر کمیته دوست داره واقعا تمایل داره به این کار تکمیلش کنه، ارسال کنه و ما این رو ارسال خواهیم کرد. بجز اعدام باور کنه بقیه کمیته ها خیلی مشکل داشتن. اینکه ما نمیتونیم مشکل گزارش رو ارسال کنیم که مشکل داره، زیر سوال میریم. اگر این احساس مسئولیت رو بکنید، گزارش‌ها رو دقیق و خوب در بیاریم، نمیخوام بگم 100%، اما نزدیک باشه، یعنی یه دفعه تفاوت 80 نفری نداشته باشیم، نهایت 5 نفر 10 نفر. الان اعدام، حتی آمار اعدام ما از هرانا و جاهای دیگه مال عفو بین الملل دقیق تره. اینجور بهتون بگم آمار اونها رو ما داریم، هیچ آماری رو هم داریم که اونها ندارن، یعنی مال ما قطعاً میتونیم بگیم موثقه، میتونیم قشنگ بفرستیم جای دیگه تا این اندازه. اینی که همت خودمون رو میخواد، اگر واقعا دلتون میخواد گزارشتون جایی بره، کاری انجام بدید، مهمترین بخش یک کمیته گزارش نقصشه. و اگر واقعا تمایل دارید این گزارش نقص به جایی بره، باید خودتون همت کنید، هر کمیته خودشون با هم دیگه، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، من میخوام این کارو انجام بدم، خب همت کنید، گزارش رو تکمیل کنید، مطمئنم هستید که مثلا درست میشه و ارسال میکنید. انتظار نداشته باشید که یه گزارش، خب کی؟ کانون یعنی من، یعنی شما، یعنی خانم بیرجندی، یعنی خانم محبودی، یعنی همه ما. من میگم چرا نمیره؟ خب کی بفرسته؟ پس من خوبنی که دارم میگم چرا نمیره، خب خودم همت میکنم، میگم این گزارش اطمینان خاطر از اطمینانش، چرا شما نمیفرستید؟ شما بدید این گزارش رو به من، اگر من نفرستادم هر چی خواستید بگید. ولی این گزارش ها همه ایراد داره. یکی این مورد در ارتباط با خانم محمدی، اگر دوست داشتید به من اطلاع بدید، من شما رو اد میکنم توی گروه بازداشتی ها و کشتا و هر کدوم از دوستان که خواستم میتونم بخوام بیرجندی بگم، بخوام اسماعیلی بگم، شما میتونید توی گروه اطلاعاتتون وارد کنید و آمار رو درارید. در ارتباط با خانم فرشته، خانم فرشته اصلا ناامید نشید، بدترین چیز برای مردم ما ناامیدیه. قرار نیست کسی به ما کمک بکنه، قرار نیست کسی برای ما کاری انجام بده. 40 سال بوده که بوده، مقصر منم، مقصر شمایید، نجنبیدیم. حالا یه جنبش شروع شده، پس پشتش رو بگیریم. ناامیدی جواب، من منتظر بشم اسرائیل به من کمک کنه یا آمریکا؟ عمرن اون منفعت خودش رو نگاه میکنه، اصلا بازم اشتباه داریم میکنیم. این قضیه اتفاق خواهد افتاد، مطمئن باشید اتفاق میفته. اگر من و شما، آقای شفایی درست گفت، من اینجام نمیتونم برم تو ایران کاری انجام بدم، ولی میتونم این گزارشات در اختیار دنیا بذارم، یونیسف زیر فشار بذارم، سازمان ملل زیر فشار بذارم. الان هیچ کدوم از این کشورها نمیتونن عقب برن، چون یه صدای دنیا در من زیر سوال میرن. پس با کارهایی که اینجا انجام میدم، بزرگترین خدمت رو میتونم انجام بدم. خودتون رو دست کم نگیرید. ممنونم، مرسی، ببخشید من مایک رو رها میکنم. سپاس از شما بانو رضاوند عزیز. جناب آقای آل حمودی خوش آمدید، درود بر شما، و در اختیارتون خواهش می‌کنم بفرمایید. تشکر می‌کنم. ببخشید صدام میاد؟ بله بله بفرمایید. من تشکر می‌کنم از آقای شفایی، از شما خانم بیرجندی و همه دوستانی که در این جلسه بسیار خوب و عالی شرکت کردن. تشکر میکنم. واقعیت اینه که ببینید، اینکه مثلا پرسیدن، یه خانمی پرسیدن که اسمشون یادم نیست، که مثلا چرا سازمان ملل کاری نمیکنه، اصلا این گزارشاتی که داده میشه اصلا مثمر ثمر هست یا نیست. ببینید، خوشبختانه ما در طی 43 سال گذشته اولین بار یک جنبشی داریم که از حیطه مرزهای ما بیرون زده. یعنی امروز جینا و اسم رمز انقلاب ما جهانی شده. این خودش به نظر من پیروزی بزرگیه. بایستی ما بتونیم از این دستاوردهایی که داریم
بتونیم گسترشش بدیم. من پیشنهاد میدم که بتونیم کمیته هایی رو تشکیل بدیم، کمیته های کارگروه یا هرچی میخواییم اسمش بذاریم، بشه این گزارشات رو، موارد نقض رو سرجمع کرد، دستبندی کرد. یکی الان خانم شبنم بودن صحبت کردن از این که مثلا گزارش چطور باید باشه، باید قابل ارائه باشه، باید با مستند باشه، بایستی همراه با فکت باشه، با چیز باشه. مثلا امروز مثلا یکی با من صحبت میکرد، میگفت که ببینید سر این موضوع ستم ملی به من میگفت خیلی فاکت قشنگی آورد. میگفت که در زمان انتخابات بود، میگفت یک زمان احمدی نژاد بود، میگفت دو تا عمل مشابه هم در دو جا اتفاق افتاد. یکی در مهاباد بود، یک جوان کردی یه لگد میزنه به اون به صلاح دم و دستگاه صندوق انتخابات، یکی هم در تهران همون کاره کرد، دقیقا همون کاره، اونم آقا بود، یه لگد میزنه به اون صندوق و دم و دستگاه انتخابات. اونی که تو تهران بود ازش تعهد میگیرن آزادش میکنن، اونی که تو مهاباد بود زیر شکنجه جان میده. ببینید تفاوت اینقدره. الان ما حتی امیدواریم که در تهران خون از دماغ کسی نیاد. ما اصلا چنین مقایسه ها رو به اجبار میکنیم برای اینکه نشان بدهیم که چگونه است که الان در رابطه با کودک بلوچی که حتی عکسش نداری، حتی مشخصاتش نداره، شناسنامه نداره که بخواد مشخصات. مثلا خدا نور یه آدمی بود که شناسنامه نداشت، کشته شد، حتی ملیتش رو هم هویتش رو انکار کردن، گفتن افغانیه، گفتن فلانه. ببینید اینها به نظر من ما نیاز به آموزش داریم، اصلا چگونه میشه یک گزارشی رو که قابل ارائه هست ارائه باشه به مراجع بین المللی، باید حاوی چه مطالبی باشه، چه چارچوبی داشته باشه. یک به نظر من نیاز به یک کارگروه هایی هست که اینا رو آموزش بدن به آدم ها. یا حتی یک کارگروهی نیاز داره که این گزارش ها رو بگیره، روشون کار بکنه، با حفظ چارچوب اصلیش و با حفظ امانتداری بتونه اینها رو قابل ارائه بکنه. این به نظر من ما یه دریا کار داریم جلومون. به نظر من میشه این کارگروه ها رو به عنوان شکل پیشرفته سازماندهی ادامه داد، مثلا خیلی تو جزئیاتش رفت، مثلا هر قسمتی، هر استانی، هر منطقه‌ای یک کارگروه داشته باشه، این گزارشات رو بگیره، دریافت کنه، به صورت حالا بولتن یا مورد به مورد به مراجع چیز بشه. به نظر من باید تلاش کرد که این کانون رو به عنوان یک به اصطلاح طرف مشورتی در امور نقص های حقوق بشر ایران در سازمان ملل مطرح بشه که بتونه در حقیقت مخاطب قرار بگیره. اینها مسائلی هست که ما بهش نیاز داریم. به نظر من خودم اعلام آمادگی میکنم هر چقدر که در توانم هست، هر چقدر که فهمم میرسه بتونم در این زمینه کمک کار باشم. سپاس از شما که به من فرصت دادید. سپاسگزارم از شما جناب آقای آل حمودی که تشریف آوردین و صحبت های شما رو شنیدیم. حالا من بعد از که صحبت های دوستان رو شنیدیم یه سوال از شما هم در مورد عملکرد یونیسف دارم، خواهم نظر شما رو هم در این مورد بشنوم. خانم محمدی بفرمایید، خواهش میکنم. فقط یه سوال داشتم از حضورتون، میخواستم ببینم همونطور من الان امشب سومین جلسه آزمون منه، یعنی هنوز هیچ
کمیته انتخاب نشده، هیچ نماینده‌ای ندارم، آیا میتونم مثلا خبر رو ارسال کنم یا نه؟ چون من هنوز هیچ اطلاعاتی در این مورد من ندارم. میگم سومین جلسه منه، تقریبا بسیار بسیار تازه وارد هستم تو این جور زمینه ها. راه نمایی میکنید اینکه میتونم اجازه این کارو دارم یا نه؟ بسیار عالی. خان محمدی حتما تو پی بی به شما توضیح داده میشه. آقای شفای شما تشریف نداشتین، آقای مهران یه سوالی از شما داشتن، اگه اجازه بدید سوال ایشونو بشنویم. بفرمایید جناب آقای مهران. سلام و عرض ادب مجدد و همچنین سلام و عرض ادب خدمت جناب شفای عزیز. سوال من این بود در خصوص وقایع اخیری که به خصوص در رابطه با کودکان پیش اومده، آیا کانون خودمون میتونه یک همایش اعتراضی رو توی کشور آلمان انجام بده به صورت حضوری و با یه سری فکت های تصویری مثل بنر و حالا اون چیزهایی که دیگه مورد نیاز هست یا خیر؟ خیلی ممنون است. خب طبیعتاً بله و 100% بله، حتما بله، فقط اون همت رو میخواد. ولی چیز حرفی هم بود که من زدم دیگه، فقط اون همت کسی که میخواد کار اجراییش انجام بده اون مسئله است. اگر شما ایده‌ای داری، طرحی داری، میتونید بفرمایید ببینید بچه ها کیا آمادگی دارن. بسیار عالی، ما ده ها از این برنامه ها اجرا کردیم با خود امنستی، با خود بچه های امنستی، بازداشت شده ها، زندانیان برگزار کردیم، کار انجام دادیم، ولی همت بود، یعنی خود اعضا همه کار میکردن، فقط این نبود منظر باشن هیئت رئیسه براشون همه کار بکنه. بله حتما شدنیه، در شهرش هم هم هانوفر امکانش هست، هم در شهرهای مختلف که همکارامون هستن این کار شدنیه حتما و خیلی هم استقبال میکنیم. ولی من پیشنهادی که دادم اول این بود که خود کمیته های ما هر کدوم خودشون نشون بدن، یعنی خودشون همون گروه رو تشکیل بدن شروع کنن به کار کردن. ما درخواستی که 20 روز پیش یه ماه پوست مجددن اعلام کردیم به نمایندگی ها و کمیته ها، خواهش کردیم یک آمار 50 روزه 40 روزه از اول شروع انقلاب در بیارم. الان من رسوندم، میگه آقا لطفاً برای یک هفته، برای 10 روز بشینید یک لیستی آماده کنید، اما مدون و کامل. این صدای منو خانم رضاوند دارن، حتما محبت کنن، پیگیری کنن برای کمیته ها، نمایندگی ها، برای هر کمیته ای مثلا بگن از چه میدونم از یک نوامبر تا مثلا 7 نوامبر رو یه گروه مثلا راجع به زنان، بعد از 1 تا 7 مال آقایون، مال نمیدونم کمیته بخش کودکان، محیط زیست، کمیته نمیدونم ورزش، کمیته فلان، جمع‌آوری بکنن و این کارو بکنن. نمیخواد ولی 1 هفته باشه کافیه دیگه، به اینجا رسیدیم که لازم نیست برای 40 روز در بیارن و بیان این کارو بکنن. این به عنوان گفتن. فقط در مورد دوست خوبم آقا کاوه من عرض کنم که ما 9 کمیته تخصصی داریم توی کانون که هر کمیته‌ای داره ریز اطلاعات رو جمع‌آوری میکنن و خودشون گزارش ماهیانه ارائه میدن، گزارشات آماری میدن برای ماهیانه و این کارا رو دارن انجام میدن. این بحثی هم که من دارم میکنم برای گزارشات ویژه است، یعنی خود دو همکار ما الان 23 فردا پس فردا تمام کمیته ها گزارشاشون رو به نشریه اعلام میکنن و گزارشاشون رو به سایت اعلام میکنن و اینا همه منتشر میشه و خوشحال میشیم که شما اگر دوست داشته باشید در خدمتتون باشیم. به هر حال چون این کارگروه ها در واقع به این شکلش هست، ولی به این شکل تخصصیش که الان ما هر روز ساعت 6 بعد از ظهر جلسه میذاریم هنوز شکل خودش رو نگرفته، یعنی هنوز یه مقداری همکارا یا رغبت نشون نمیدن یا نمیشنون یا گرفتارن یا هرچی هست،
به همین دلیل این اصرار داریم میکنیم. ولی من ممنون میشم که با خانم بیژندی هماهنگ بشید و عرض کنم که حالا هم برای کمیته پژوهش هم ما داریم که اون بحثش هم جداست که سری کارهای ویژه انجام میده، اونجا میشه این کارو کرد، یا هر بخشی که خودتون علاقمند باشید. کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی رو داریم، میتونید با به خاطر به اصطلاح کمیته اقوام کار بکنید، میتونید با عرض کنم کمیته محیط زیست، کمیته عرض کنم کار و کارگر، ورزش و ورزشکاران، هنر و و و و این کمیته ها هست. و ممنون میشم اگه دوستان لطف کنن که لینک کمیته های کانون رو بنویسن جناب کابه ببینن، خیلی عالی خواهد شد. من یکی از دوستان راجع به ماهشهر صحبت کرد، ممنون میشم. فقط سوالشو من نتونستم بشنوم یا صحبت رو گوش کنم، اگر یه بار توضیح بدن من خیلی ممنون میشم. صداتون نمیاد خانم بیژندی. عذرخواهی میکنم مایکم بسته بود. فکر میکنم خانم محمدی بود که نوشتن مثل این که جلسه کلاسشون شروع شده و باید جلسه رو ترک کنن ظاهرا. حالا من نمیبینم ایشونو، ولی اگر هستن و صدای ما رو میشنون لطفا با علامت دست من راه نمایی کنن، ممنون میشم. خب تا خانم محمدی اعلام کنن جناب آقای آل‌عمودی رو بشنویم. بفرمایید، مایک در خدمت شما. من راستش در رابطه با همین کارگروه ها میگم که ببینید، یک ما اول بایستی بتونیم فاکت ها و موارد رو بتونیم به دست بیاریم، دستبندی بکنیم و بتونیم در حقیقت به صورت یا هم گزارش عمومی و یا به صورت تخصصی، مثلا کودکان یک طرف، زنان یک طرف، ملیت‌ها یک طرف، مثلا موارد خاص یک جای دیگه، اینا رو بتونیم به صورت قابل ارائه و حتی چه بسا در فقط این نباشه، حتی با گزارشگران ویژه و آدم به اصطلاح شخصیت های فعال در زمینه حقوق بشر بتونیم ارتباط برقرار کنیم. من مثلا بارها بوده که مثلا دوستانی داشتم که روابط نزدیکی با جاوید رحمان اون زمان داشتن و دیگر گزارشگران ویژه‌ای که بودن داشتن و توی انگلیس مثلا جلساتی رو برای استماع گذاشتن. بشه شاید به نظر من چنین جلساتی رو ترتیب داد. من میتونم با دوستانم تماس بگیرم برای یه همچه به صلاح شنودی رو که لازمه، مثلا چه بسا کسایی هستن خودشون شاهدن، شاهد عینی هستن، بتونن شنیده بشن در رابطه با این موارد و بشه مستند کرد، بشه یک حرکتی. من این تحرک جدید رو که در سطح بین المللی شده به یمن فداکاری ها، به یمن تلاش های بسیاری که مردم ما می کنن و ببینین امروز کردستان وضعیت اسفباری داره، واقعا به لحاظ حقوق انسانی، حقوق بشر، این بایستی به نظر من از این موقعیت که این انقلاب ما جهانی شده ما نهایت استفاده رو بکنیم. مثلا من شنیدم که دیروز یا پریروز بود خبری بود که اتحادیه اروپا
ارتباط به اصطلاح مذاکراتش رو با رژیم حاکم بر کشور ما قطع کرده و به دلیل همین نقض حقوق بشر و جنایاتی که داره تو ایران صورت میگیره. این نشون میده که الان برخلاف گذشته یه نوع آمادگی، یه نوع استعدادی در جهان هست، یک پتانسیلی هست برای شنیدن حرفهای ما، حرفهای مردم ایران. ما به نظرم بایستی از این پتانسیل که الان به اصطلاح بالقوه است، ما اینو بتونیم بالفعل بکنیم، بتونیم در واقع استفاده مادی ازش بکنیم در راه اهداف و منافع کشورمون و پیشرفت کشورمون، به نظرم این حق مشروعیه که ما باید انجام بدیم. بیشتر من روی این میگم تاکید داشتم که گفتم عرایزم رو خدمت دوستان بگم و نظرات رو بشنم. سپاس از شما. ممنون از شما. خانم محمودی عزیز بفرمایید. من الان میتونم چند بندی رو انجام بدم و صحبت پایانی خودم رو همزمان که اینو میگم؟ بله اگر که دوستان، بله خب پس جنبندی اگر هست بذاریم برای آخر چون هنوز صحبت هستش خانم محمودی، ولی اگر صحبت دیگری هست بشنویم شما. همون میذارم همه رو یه باره. اوکی بسیار عالی، بسیار عالی. جناب شفایی بفرمایید. مرسی جان. خواهش میکنم. خیلی ممنون و تشکر میکنیم و حتما در کنارتون هستیم و خوشحال میشم که حالا یا با خودم یا خانم رضاوند یا خانم بیرجندی هماهنگ بشید برای جلسات مشترک در هر کجا که دوستان بخوان، چه در خارج از آلمان چه در داخل آلمان. این امکان ایجاد فضا رو ما داریم، اگرم دارن ما میتونیم حضور داشته باشیم و وارد بحث بشیم، اطلاعات ببریم، آمار ببریم، گزارشات بدیم. از این کارا اتفاق افتاده چون فیلم های متعدد داریم راجع به مسائل مختلف، راجع به همه اتفاقات، و خوشحال میشیم یه هماهنگی بفرمایید و بعد خبر بدید من در خدمتتون هستم. نه مرسی ازتون. بسیار عالی جناب شفایی. آقای آل حمودی دستتون بالاست، صحبت اگر دارید میشنویم شما رو. نه ببخشید، از قبل بوده. اوکی. فقط جناب آل حمودی من یه سوال پرسیدم خدمتتون، چون حالا موضوع جلسه ما در مورد عملکرد سازمان ملل و یونیسف مخصوصا بود در مورد جنایت های جمهوری اسلامی، من خیلی دلم می‌خواست حالا با توجه به مواردی که اعلام شد صحبت شد درش، نظر شما رو هم در مورد عملکرد یونیسف بشنویم و اینکه حالا از اون فیلمی که اومد بیرون که در آلمان آقای تماس گرفته بود و جواب ایمیل رو گرفته بودن که ظاهراً نوشته بودن متاسفانه باید با دولت جمهوری اسلامی همکاری کرد و اینکه حالا یک عملکرد سیاسی داشته، نظر شما رو می‌خواستم بدونم با توجه به اینکه می‌دونم شما فعال حقوق کودک هم هستید. من فکر ببینید یونیسف رو باید شناخت. اولا مثلا کاربرد یونیسف چی بوده؟ یونیسف در شرایط خاصی بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد. میدونین شرایط بعد از جنگ کودکان بی سرپرست بود زیاد، مسئله گرسنگی بود، نبود غذا بود و مسائل نبود بهداشت، از مسائل بسیار حاد زمان بعد از جنگ جهانی دوم بود. یونیسف متاسفانه نتونسته از اون فضای حاکم بر تأسیسش که در سال 11 دسامبر 1946 به پیشنهاد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود که دادن، بعد فکر کنم توی مجمع عمومی همون سال
این در واقع تصویب شد تأسیس یونیسف. در نهایت در سال 1952 یونیسف به عنوان یکی از ارگان‌های سازمان ملل رسمیت پیدا کرد، مقرش هم تو نیویورک. ولی خب هنوزم که هنوزه متاسفانه اون سایه و جو قالب بر تأسیسش روش سایه انداخته. بیشتر در حقیقت یونیسف خودشو طرف حساب مسائلی رو میدونه که جنگ داخلی باشه یا مثلا جنگ خارجی باشه. مثلا مسائلی مثل افغانستان هست، مثل سوریه هست و این جور چیزا خودش رو بیشتر درگیر میکنه، یا همین در یوگسلاوی سابق و جنگی که شد بین سربها و اینا و موضوع کوسوو و اینا، بیشتر اون در اون زمینه ها خود شد. کما اینکه ببینید الان مثلا صلیب سرخ جهانی هم از همین نقیص رنج میبره. متاسفانه اینا هم به شدت احتراز میکنن از درگیر شدن در مسائل سیاسی، چون که ببینید یه واقعیتی هست تحت در جهان به عنوان به اصطلاح رژیمی که حاکمه هم مشروعیت داره هم مسئولیت داره. تا زمانی که این رژیم در حقیقت توسط یه خیزش عمومی سرنگون نشه، در حقیقت اینا این رژیم های دیکتاتوری از این مسئولیت ها استفاده میکنن. همین که مثلا آدمی مثل رئیسی که مثلا مشخصه که چیکار است و چه وضعیتی داره میره تو مقر سازمان ملل، یا همین سران رژیم که میدونیم رژیم یکی از رژیم های شناخته شده جهان هست که به اصطلاح مقاماتش سوابق کار امنیتی داره. مثلا همین رئیس جمهور قبل از رئیسی، حالا جدا اینکه رئیسی خودش دیگه مشخص عضو هیئت مرگ بوده، ولی مثلا قبل از اون روحانی بوده. روحانی یکی از نفراتی بود که به اصطلاح امنیتی بود توی رژیم، یا احمدی نژاد یا همشون. به همین دلیل متاسفانه یک قوانین معیوبی هست در بین الملل، اینها از همینا سوء استفاده میکنن و به نظر من هنوز اینا یونیسف و یا صلیب سرخ و بقیه از اون جوی حاکم بر زمان تأسیسشون زیاد خارج نشدن. به نظر من اینا فشارپذیرن، میشه اینا رو به اصطلاح سوق داد به روش های درست، با ارائه گزارشات، با ارائه دلایل، اسناد و فکت ها میشه اینا رو درگیر مسائل کرد. ولی خب انرژی میبره، ولی به نظر من جواب میده. اینها یه واقعیت هایی هست که ببینید اینا نواقصی هست که ما همه، شما که دستن در کارین طبعا از من بهتر میدونید، وجود داره و چالش های سر راه ما هست. ولی به نظرم میشه فشارپذیر هستند و حرف ما منطق پشتش هست و قویه، میتونیم پیش ببریم. من نظرم اینه. امیدوارم جواب کافی داده باشم به سوالت. بسیار عالی، بله متوجه شدم. و اینکه بسیار خوب هست این صحبت که شما کردید، در واقع میشه گفتش که با پاسخگو کردن این نهادها و فشاری که بهشون بیاریم و مطالبه که خانم مهودی عزیز اول صحبتشون گفتن که مطالبه گر باشیم، من فکر کنم ادامه این روند بتونه در واقع پاسخگو باشه به این قضیه و مثبت. بسیار عالی. خانم مهودی عزیز در خدمت شما هستیم. ببخشید قبل از صحبت شما آقای پرویز رو هم بشنویم بعد به جنبندی برسیم. معذرت میخوام. بفرمایید آقای پرویز.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و سرورانی که در جلسه حضور دارن. من به نظرم این مطالبه گری رو باید به صورت عملی انجام داد و مثلا یک راهش اینه که چهره های شاخص ما، یعنی ایرانی های خارج از کشور، چهره هایی که شناخته شده هستن حداقل یا مقداری شناخته شده هستن، بتونن که با شبکه های مختلف بین المللی مصاحبه کنن و تصویری حتی تو این تظاهراتی که برگزار میکنیم تو شهرهای اروپا یا آمریکا جلوی دفتر سازمان ملل یا یونیسف مثلا بریم و با پلاکارد، با شعار، با یک مقدار در واقع تحریکشون کنیم که برن به سمت پاسخگویی، حداقل بررسی مسئله، حداقل مسئله رو نادیده نگیرن، یعنی در واقع مطالبه صورت عملی پیدا کنه. متشکرم. بسیار عالی، ممنون از مشارکت شما. خانم مهبدی عزیز، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. درود مجدد خدمت همه همکاران عزیزم. تشکر میکنم از تک تک شما و خانم بیرجندی عزیز به خاطر فرصتی که امروز در اختیار من قرار دادین. موضوع بسیار مهمی بود و من تشکر میکنم از دوستانی که مشارکت کردند. ما در مورد مسئله کودک کشی در جمهوری اسلامی صحبت کردیم و در خصوص ویدئویی که پخش شده بود و نهادهای مختلف اهمیتی نداده بودند به مسئله کودک کشی در ایران، به خصوص یونیسف که بازوی اجرایی سازمان ملل هست، صحبت کردیم. و به زعم خود من یکی از دلایلش دقیقا همین که توی صحبت‌های جناب آل حمودی بود برای خودم این هست که خود یونیسف به رسمیت نشناخته این کودک کشی رو در ایران، این بحران رو به رسمیت نشناخته، که اگر این بحران رو به رسمیت بشناسند بیشک در ادامه اون باید به این مسائل بپردازن. ولی خب ما باید این مسئله رو هم مد نظر داشته باشیم که یونیسف وظایفی که بر عهده داره، مثلا دفترش که در تهران هست، اگر نمیتونه از حقوق اولیه کودکان که حق حیات و آزادی هست دفاع کنه، دیگه اون تغذیه و بهداشت و آموزش پرورش و اینها که ثانویه هست، و به نظر من هم اگر این مسائل نمیتونه در ایران، یعنی کودکان ایرانی در این حد براشون مهم نیستن، فشاری که ما به عنوان کنشگران و فعالان حقوق بشر میتونیم بهشون بیاریم برای پاسخ کردنشون، این هست که یا باید واکنششون بدن یا هم باید دفترشون رو در تهران تعطیل کنن و اصلا لزومی نداره دیگه اون دفتر اونجا وجود داشته باشه یا حضور داشته باشه. این یکی از کارهاییه که به نظر من میشه انجام داد، صرفا برای اینکه اعمال فشار کرد با پتیشن هایی که هست در خصوص آمار و داده هایی که جناب شفایی هم گفتن، به نظر من بسیار مهمه. من فکر میکنم همین الانم هم با همین آماری که داریم، که حالا من با گشتم در اینترنت که سرچ میکردم، بیشترین و دقیقترین آماری که ما از این موارد داریم دقیقا کانون دفاع از حقوق بشر اومده دقیقا اعلام کرده. من خیلی توی روزهای گذشته دیدم و رسانه ها هم تقریبا از همون ویدئویی که کانون درست کرده و آماری که کانون داره میده دارن استفاده میکنن اکثر رسانه ها، من دیدم. حالا این که امیدوارم بتونیم با ارتباطاتی که کانون داره یا جناب آل عمودی دارن، افرادی گفتن مثل خانم شیرین عبادی یا بقیه، بتونیم یک اقداماتی بکنیم و این که به صورت بوروکراتیک ما چجوری میتونیم این رو کاره اداریش رو انجام بدیم خیلی مهمه. چون من فکر میکنم ما ایرانی ها ثابت کردیم که اگر تارگیتی داشته باشیم هممون داریم تلاش میکنیم به اون هدف میرسیم. این انگار که کم توجهی کردیم و از دستمون در رفته، وگرنه اگر تونستیم در صد کشور تظاهرات و تجمع برگزار کنیم، اگر تونستیم توجه دنیا رو به مرگ قتل حکومتی مهسا جلب کنیم، اگر اونها رو وادار کردیم که انقلاب ما رو به رسمیت بشناسن، نباید ناامید باشیم. اتفاقا باید از همون راه‌ها، با همون اتحادمون، با همون پشتکارمون، با همون مطالبه گریمون اینجا هم ورود کنیم و ببینیم که اون راه اداری و اون نامه ها و اون شاید زحمات زیادی هم کشیده میشه تا الان ولی به نتیجه نرسیده، ولی اگر این به صورت مکتوب حتی در بیاد که شما اگر میخواید
مطالبه گری کنید باید نامه هاتون به این شکل باشه به اینجا که توی سایت کانون بیاد یا ما بتونیم خودمون که اعضای کانون هستیم منتشرش کنیم و اینها بسیار عالیه. من هم اعلام آمادگی میکنم توی اون گروهی که گفتید اسامی میاد اگر من رو عضو کنید ممنون میشم و سپاس از این که من رو شنیدید. امیدوارم که به امید آرزو و با امید و آرزوی آزادی و آبادی ایران عزیزمون من اینجا صحبت‌های خودم رو تموم می‌کنم و ممنون که من رو شنیدید. ممنون خانم محمودی عزیز، مرسی که تشریف آوردین و از صحبت‌های شما استفاده کردین. خب به عنوان آخر شرکت کننده جناب آقای آل حمودی شما رو می‌شنویم و بعد از اون جلسه رو به اتمام می‌رسونیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. من راستش در ادامه صحبت هایی که بسیار خوبی که خانم شراره محبودی صحبت کردن میخواستم بگم که ببینید یکی از روش های اعمال فشار بر این ارگان ها و سازمان ها نوشتن مقالات هست و اینا به اصطلاح ببینید امروز پدیده کودک کشی در شده یک به اصطلاح جلوه به اصطلاح چهره کثیف این رژیم ددمنش هست که کودک کشی رو در واقع به امر عادی و روزمره تبدیل کرده در مملکت ما. بشه اینو در واقع مخاطب قرار داد یونیسف رو یا از طریق توییتر توییت کرد. این در واقع به نظر من توییتر یک جایی هست که خیلی اینا بهش اهمیت میدن، مثلا به این صورت که ما یک آفیشی رو درست بکنیم توش عکسای کودکایی که جان باختن و با آرم یونیسف میخواییم بگیم که اینطوری بگیم که مثلا توییت میکنیم کجاست یونیسف که از این جانهای مثلا جانهای کودکانی که به سادگی و با خونسردی تمام گرفته میشه توسط رژیم سرکوبگر بتونه دفاع بکنه. کدام ارگان هست که مسئول و جوابگوی این جنایت ها علیه کودکانه؟ همینا اگر باور کنید توییت بشه ری توییت بشه به یک ترند تبدیل میشه به فشار و ما از هر شیوه از هر راهی باید استفاده بکنیم برای حفاظت از مردم ما. ما باید به این فکر کنیم اینقدر کودک کشته شدن، این چرخه ای هست که ادامه داره، باید ممکنه روز به روزم بیشتر کودک قربانی بگیره. ما میخواییم این چرخه رو متوقف کنیم، یعنی اینا رو در قبال مسئولیتشون در ببینید یه گذشته است، بر اساس فکت معلومه چند نفر کشته شدن. اون روز گزارش خیلی مبسوطی بود، با جزئیات میگفت اینقدر تا کنون در انقلاب مثلا از بعد از شهادت جینا امینی تا امروز اینقدر کشته شدن، اینقدر تعدادشون کودک بوده، الان آمار دقیق من خاطرم نیست. بعد اینها رو میشه به عنوان مثلا چیز قرار داد، مبنا قرار داد که آقا این چرخه کشتار و کودک کشی ادامه داره، خواهشن متوقفش کنید، تلاش کنید متوقفش کنید. یعنی ببینید این هر انسانی رو منقلب میکنه، هر انسان آزادی رو تحت تاثیر قرار میده. من فکر میکنم باید این رو به یه ترند همیشگی تبدیل کنیم تا به این وسیله بتونیم فشار بیاریم. این چیزی است که الان به ذهن من میزنه، بازم حتما در ادامهش هرچی که راهی چیزی از طریق ارتباطات خاصی که داریم اینا بشه، من بازم پیشنهاداتی خواهم داد. سپاس از شما.
بسیار عالی جناب آقای آل‌حمودی. حتما که همه ما در واقع نیاز داریم به همین نظرها و پیشنهادها که روش کار بشه و نتیجه مثبت و نهایی بگیره. خب من اینجا یه خسته نباشید میگم خدمت همه همکاران و تمام عزیزانی که در این جلسه حضور داشتن، مشارکت کردن، از نظرات و تک‌تک شما عزیزان استفاده کردیم و تشکر ویژه میکنم از جناب آقای آل‌حمودی، همچنین آقای شفایی و خانم محمودی عزیز که تشریف داشتید تو این جلسه و همراه بودید. در ساعت 20:18 23 نوامبر 2022 جلسه دفاع از کمیته دفاع از حقوق زنان رو به پایان میرسونیم. شب و روز بر همگی شما دوستان خوش و پاینده و آزاد باد.